فصل چهارم وفور و برکت بسیار آسان است که تعداد هسته های موجود در یک سیب را شمارش کنیم اما چه کسی می تواند بگوید در درون یک هسته چند عدد سیب وجود دارد دلیل اینکه هیچ کس نمی تواند تعداد سیب های موجود در یک هسته را به ما بگوید این است که پاسخ بی پایان و بی نهایت است و این است معنی و مفهوم وفور و برکت اما این یک پاسخ به ظاهر متناقض است زیرا ما در مقام انسان در یک لحظه معین به دنیا می و در یک زمان مشخص می میریم و عمری محدود داریم و لذا درک مفهوم بی پایان، نامحدود، لایتناهی و بینهایت برایمان برای من دشوار است. و در مخیله ما که دارای یک جسم خاکی هستیم نمی گنجد و قابل فهم نیست. بسیار مشکل است به تصور کرد که جهان دارای حد و مرز است و یا آنکه در نقطه پایان می زیرا بلا فاصله این سوال پیش می آید که فراسوی نقطه پایانی چه خواهد بود؟ لذا از نظر من کائنات لایتناهی و بیکران است و هیچ پایانی ندارد و اگر همین اصل را جزی از زندگی خود بدانید برای آنچه میخواهید و میتوانید داشته باشید نیز پایانی متصور نیست قبلا دیدیم که بخش بزرگی از ما در مقام یک انسان غیرمادی و غیر جسمی است و آن تفکر یا ذهن ماست که فاقد حد و مرز است از این جهت نتیجه می گیریم که ما نیز موجوداتی هستیم بی پایان لذا شعار کائنات وفور و برکت بی پایان و بدون حد و مرز نهفته در جهان است و این وفور نعمت متوجه ما و هر موجود دیگری در سرود واحد است. واکنش جهان به کمبینی، کوتهبینی و تنگ نظری ما ارائه وفور نعمت و برکت است. ما باید در مورد این وفور نعمت و ثروت موجود در جهان هوشیار باشیم و تنگ نظری را سرلوحی زندگی خود قرار ندهیم. اگر ذهن ما کمبین و کوته اندیش است، به این معنی است که اعتقاد ما بر اساس کمبود و قهد نعمت در جهان استوار است و ما زندگی خیش را بر اساس فقدان ها و کمبودها ها ارزشیابی می کنیم و انرژی خود را با تمرکز بر آنچه نداریم هدر می دهیم و این شیوه عادی تفکر ما در طریق زندگی می گردن. شعار زندگی گروه زیادی از مردم عبارت است از من به اندازه کافی ندارم و یا در حالی که قادر نیستم کلی لباسهای های مورد نیاز فرزندانم را برایشان بخرم چگونه می توانم به وفور نعمت و برکت ایمان بیاورم و یا اگر فلان چیز دیگر را داشتم خوشبختتر بودم. مردم تصور می زندگی آنها از این نظر دچار کم بوده است که بدشانس هستند و بخت و اقبال با آنها یار نیست. در حالی که نمیدانند که نظام اعتقادی آنها بر حول محفر کمبینی و کمبود دور میزند و چشمان آنها فقط کاستی ها را می بیند و تا زمانی که تفکر آنها بر اساس کاستی ها باشد جز کاستی چیزی آید آنها نمی شود. هر آنچه برای رفع کمبودهای خود نیاز داریم همکنون در همین جهانی که ما را در خود جای داده و هر روز و هر ساعت در آن زندگی می کنیم برای من آماده است. اگر اینجا نباشد در کجای دیگر می تواند باشد؟ حقیقت امر آن است که به میزان کافی برای گذران زندگی همه ما گذاشته شده و در جهانی بیپایان در اختیار ما قرار گرفته تا در آن جولان بزنیم و تلاش کنیم. ما جزئی ای از این جهان لایتناهی هستیم و به محض اینکه که واقعا به آن پی ببریم شاهد کارایی آن برای خیشتن خواهیم بود. و آن را به هزاران شیوه مختلف در خدمت خود خواهیم دید. هر کسی را که تاکنون دیدم که از زندگی در جهان کاستی ها به زندگی در جهان وفور و برکت گام برداشته موفق به کشف شیوه ایمان آوردن به این اصل و زندگی بر اساس آن شده است. منظور من یکی که افرادی که این تجربه را داشتند از جمله خودم است حال راهای رهایی از جهان کاستی و رو آوردن به جهان وفور و برکت را بررسی می کنیم. پیروزی بر تنگ نظری و رهایی از ذهن کمبین اولین گام برای دست کشیدن از یک ذهن کمبین و تفکر کمندیشی این است که از بابت آنچه هستیم و هر آنچه داریم شکر گذار باشیم. اما نه شکر گذار زبانی به معنی متداول و بدون معنی بلکه واقعا وجود خیشتن و اجازی را که در شما نهفته است تقدیر و تحسین کنید همین اندازه که زنده اید دارای چشم و گوش و پا هستید و همکنون در این رویای شکفت انگیز زندگی می کنید در خور شکر و سپاس است. بکوشید تا ذهن خود را بر دارید متمرکز کنید و نه بر ندارید در زندگی شما هیچ کمبودی وجود ندارد. چگونه در یک جهان کامل و بدون عیب و نقص کمبود وجود داشته باشد؟ اگر ذهن خود را بر نعماتی که دارید متمرکز کنید و از بابت آنچه به شما اعطا شده مانند آبی که می نوشید تابش آفتابی که شما را گرم می کند هوایی که تنفس می کنید و هر موهبت دیگری که هدیه خداوند است سپاسگزار باشید در این صورت افکار خود و در واقع تمامی هستی و ذات معنوی خیش را غرق در وفور و برکت و جوهر آدم محیط خود کرده اید. به خاطر بسپارید که شما یک سلول در پیکری که جامعه بشریت نام دارد هستید و این سلول که شما هستید نیاز به هماهنگی با درون خود دارد تا بتواند با سلول مجاور خیش همکاری کند. با انجام این کار انرژی شما بر معجزه‌ای که موجودیت شما نام دارد جریان می‌یابد و هنگامی که ذهن خود را بر این معجزه‌ای که وجود شما و هر آنچه در اطراف شماست متمرکز می‌کنید نمی‌توانید در عین حال بر چیزی که نیستید و بر آنچه از زندگی شما غایب است متمرکز کنید شکرگزاری را تمرین کنید و شعار خود قرار دهید لیست همه نعماتی را که به واسطه آنها سپاسگزار هستید گسترش دهید مانند دوستان، خیشاوندان، لباس، غذا و پولی که دارید و هر آنچه را در تملک شما هست و هر آن چیزی که در خدمت شما و برای استفاده شما خلق شده حتی ساده ترین آنها همچون مداد، چنگال، صندلی و غیره. به این نکته توجه کنید که به هنگام نیاز تا چه اندازه از استفاده آنها شکر گذار هستید و همه آنها را همچون نعماتی موقت بدانید که در اختیار شما و برای استفاده شما هستند و پس از رفع نیاز باید دست به دست برای استفاده دیگران بگردند. پس از آنکه خود را به شکر گذاری برای هر چیز و هر کس که در سر راه شما قرار می گیرد و نیز از بابت مقام انسانی خیش عادت دادید در راه راست قرار گرفته اید و در جهت حس و احساس کمبینی و تنگ نظری آغاز به گام برداری کرده اید. بر هر چیزی که ذهن خود را متمرکز کنید همان در نظر شما بزرگ می شود. مجددا این عنوان را بخوانید و بر آن تعمل کنید کاملا معقول به نظر می رسد درباره هر چیز که بیاندیشید ذهن شما بیشتر بر آن متمرکز می شود و آن چیز در ز... ز... نظر شما بزرگتر می گردد مثلا اگر مبلغ نقدینگی در اختیار دارید و مبلغی هم مقروض هستید اگر همه ذهن خود را بر آنچه دارید متمرکز کنید دارایی شما در نظرتان زیاد می شود و احساس دارایی و ثروت بیشتری می نمایید اگر موجودی شما 500 دلار و دویون شما 5000 دلار باشد اگر همه ذهن خود را بر دارایی خود یعنی 500 دلار متمرکز کنید آن را به کار می اندستید. و آنچه در جهت مثبت با آن می کنید موجب افزایش آن می گردد. بلعکس اگر همه حواس خود را بر قرض های خود متمرکز کنید و مرتبا ذهن خود را از فقر مالی و درماندگی خود انباشته کنید و آن را کانون زندگی احساساتی خود قرار دهید درست همان را در ذهن خود گسترش خواهید داد. این موضوع در مورد بیماری های جزئی بسیار روشن است. مثلا اگر حواس خود را بر سرماخوردگی خیش متمرکز کنید و درباره آن صحبت کنید و به هر کس که میرسید پیرامون احساس ضعف خود شکایت کنید همان چیزی که حواس خود را بر آن متمرکز می کنید گسترش می دهید و بزرگ می کنید. و تمام انرژی شما صرف بیماری می گردد که از آن دم میزنید اما اگر حواس خود را بر بیمار نبودن متمرکز کنید و به دیگران بگویید حالتان خوب است حال خود را بهبود می دهید. هر فکری را که در سر جای دهید و به اصطلاح ملکه ذهن خود کنید همان فکر سرلوحه زندگی روزمره شما می شود. در نتیجه اگر بخش زیادی از انرژی روانی خود را بر کاستی ها متمرکز کنید همان کاستی و فقر و کمبود ها را در زندگی خود گسترش می دهید. حال به عنوان نمونه یک شاهد زنده از شیوه عمل کرده این پدیده ذکر می شود. من یک دوست عزیز به نام باب دارم که در واشنگتن زندگی می کند. او شخصی بسیار دیدنی زنده دل بسیار زیرک و آگاه و خوشمشرب است و همنشینی با وی بسیار لذت بخش و نشاط آفرین است او اصل وفور و برکت را در همه زمینه های زندگی خود اعمال کرده جز در مورد حرفه خود که دائما ذهن خود را بر کمبودها متمرکز می کند. باب یک خواننده و آهنگساز بسیار با استعداد است و میخواست آلبومی از آهنگهای خود تهیه کند اما همواره در مورد توانایی مالی خود برای انجام این کار تردید می کرد. در واقع هرگاه که مسئله پول مطرح می شد، ذهن او از دیدگاه کاستی به مسئله مینگریست و همین احساس کم بود به هنگام اجرای برنامه در حضور جمع مطرح می شد و به او روی می آورد. یک روز از هر دو پیرامون این اعتقاد او که هیچگاه قادر به تهیه این آلبوم نخواهد بود مگر اینکه یک فرشته از غیب پول لازم را برای انجام این کار برای او از آسمان نازل کند بحث می کردیم. من سعی کردم او را قانع کنم که این اعتقاد منفی او عامل بزرگی است که مانع تحقق بخشیدن به رویای او یعنی ضبط کردن آهنگهایش می من باب را دعوت کردم که یکی از آهنگهای زیبای خود را در یکی از اجتماعات که جهت شنیدن سخنرانی من تشکیل میشد بنوازد. با وجود ترسی که بر او مسلط شده بود اجرای او بسیار زیبا بود و مورد توجه و تحسین و حضار قرار گرفت. موفقیت او از تمرکز وی بر آنچه قادر به انجام آن بود ناشی شد و نه بر آن انجام آن را غیر ممکن و دشوار میدانست. هرچه او بیشتر به خواندن در حضور جمع فکر می کرد همان در نظرش گسترش یافت و بزرگ شد و بعد از یک سال شروع به پذیرفتن دعوت برای اجرای برنامه های خوانندگی کرد. و نوبت به زورآزمایی بزرگ برای باب یعنی نظرافکندن به خیشتن با دید آکنده از وفور پیش آمد در یک مکالمه تلفنی به من اطلاع داد که بالاخره این شهامت را یافته که پیرامون هزینه تهیه آلبوم توسط یکی از بهترین کارگردانان در شمال غرب گفتگو کند و کل هزینه آن بیش از پولی بود که او در همه عمر خود اندوخته بود به او گفتم که ذهن خود را بر دارندگی متمرکز کند و هرگز اجازه ندهد که فقدان و کمبود به ذهن او راه یابد او پنده مرا به کار بست تا آنکه یک روز عصر از شهر خود به من تلفن کرد و اطلاع داد که به هیچ چیز دیگری جز داشتن سرمایه لازم برای طرح خود فکر نمی کند و هرگز اجازه نمی دهد. فکر او پیرامون کمی و کاستی دور زند. سپس اضافه کرد که او و یکی از دوستانش پیرامون راه های تهیه سرمایه لازم فکر کرده و به این نتیجه رسیده بودند که اگر از پانزده نفر افرادی که او را میشناسند خواهش کند که هر یک هزار دلار برای اجرای طرح او سرمایه گذاری کنند پاسخ چه خواهد بود منظور آن دوستانی بود که به صدای او ایمان دارند از پاسخ دوست طرف مشورت خود مبنی بر اینکه حاضر است با کمال عشق و علاقه هزار دلار برای این منظور سرمایه گذاری کند غرق در شگفتی و شادی شده بود باب دریافت که مکنون یک پانزدهم راه را پیموده است ظرف سه روز او سرمایه لازم را تهیه دیده بود و با پانزده نفر که هر یک هزار دلار سرمایه گذاری کرده بودند قرارداد لازم را امضا نمود که وام آنها ظرف یک سال به با آنها باز پرداخت شود. او از اینکه بالاخره از تفکر منفی پیرامون کاستی ها بیرون آمده و به تفکر مثبت در مورد وفور و برکت روی آورده به وجد آمده بود و این درست همان چیزی بود که دستهای او را باز کرده و فعالیت او را گسترش داده بود ظرف دو ماه او آلبوم خود را تحت عنوان نیک بختی راه درست زندگی است حاوی سه آهنگ تولید کرد که تصوری بود پیرامون خانمی به نام آیکیست که من درباره او کتابی نوشتم در این هنگام باب سرگرم برنامه موسیقی خود بود و فعالیت می کرد تا آن را بدل به یک هدف بزرگ نماید تمرکز بر وفور در عوض کم بود برای او برکت زیاد در برداشته او تقریبا وام همه سرمایه گذاران را پرداخت کرده و دستن در کار چاپ دومین آلبوم است او بر روی آلبوم خود این جمله را چاپ کرده است تقدیم به دوستم وین دایر و سپس این جمله را به آن افسوده است من از شما به واسطه اینکه در من جرأت ریس کردن را ایجاد کردید تقدیر می کنم. اما آنچه را من واقعا انجام داده بودم این بود که به او کمک کردم تا ذهن خود را بر آنچه میخواست در زندگی خیش گسترش دهد متمرکز کند همین نکته در مورد شما هم درست است اگر می خواهید وفور نعمت و برکت را از زندگی خود محف کنید کافی است ذهن خود را بر کمی و کاستی ها متمرکز نمایید هنگامی که فضای زندگی خود را با این اعتقاد که نعمت به وفور آفریده شده غرق در ثروت و برکت می کنید و خود را محق به بهره برداری از نعمات خداوندی و شایسته آن میبینید خود و دیگران را فعالانه در این راستا یاری می دهید. همین اصل در مورد تولید ثروت و دنبال کردن هدفهای اوغلایی و هر چیز دیگر درست است. این معنی مستاق این آیه از انجیل است که میگوید به آن کس که دارد و شایستگی دارندگی است بیشتر باید اعطا شود و این اصلی است که واقعا کارایی دارد کائنات به شیوه غیرقابل تصوری بزرگ و آکنده از نعمت است دستگاهی است که از نقطه نظر دید محدود ما غیرقابل درک است و بزرگی آن در ذهن کوچک ما نمی گنجد و به وسیله آن فهم نمی شود. وفور نعمت و برکت از همه جا میبارد و تنها محدودیت آن محدودیتی است که ما به واسطه تنگ نظری و کوته فکری خود برای آن قائل میشویم. شما هم اکنون همه چیز هستید و همه چیز دارید. منظورم این است که هیچ چیز به آینده حواله نشده است و در آینده نصیب شما نخواهد شد. همه چیز همکنون نزد شما و در کف شماست به این بیان بسل توجه فرمایید و به نحو شایسته پیرامون آن بیاندیشید اگر شما در حال حاضر از زندگی خود لذت نمیبرید و با هر آنچه گرد آوردید راضی و خوشحال نیستید اگر از وضع سلامتی خیش و شغل خود و روابط خیشتن با دیگران رضایت ندارید اگر وضع زندگی شما زیر و رو هم بشود باز هم راضی نخواهید بود. توان لذت بردن ما از زندگی ناشی از انتخاب و اراده ما از لذت بردن از آن است و نه ناشی از عوامل برونی. هیچ چیز برونی توان بخشیدن خوشبختی و یا رضایت خاطر به ما را ندارد. آنچه کیفیت زندگی ما را تعیین می کند، اراده ما برای نیکبختی است که از زندگی خیش شاد و خشنود باشیم و این بستگی به دیدگاه و نگرش ما به خیشتن و موضع و موقعیت ما در جهان دارد. بنابراین اگر شما از نوع افرادی هستید که برای احساس کمال نیاز به داشتن بیشتر و بیشتر دارید باز هم به کسب آن احساس کمبود خواهید کرد و به اصطلاح آمیانه با داشتن همه چیز باز هم ولمعتل خواهید بود داشتن طبع مستقنی تفکر در قالب وفور و نعمت و برکت به معنی اعتقاد به نوازش خیشتن در درون است یعنی من عاشق هر آنچه هستم و هر آنچه دارم و هر آنچه تا کنون به سوی خود جذب و گردآوری کردم می باشم من از چیز دیگری که بخواهم به آنچه دارم بیافزایم نیازم. و برای خوشبختتر بودن و کاملتر بودن خواهان کوچکترین تغییری هرچند کوچک نیستم من از اعماق قلبم میدانم چیز دیگری نیست که آن را نداشته باشم یا بخواهم آن را به دست بیاورم همکنون همه چیز دارم جهان بی پایان است و من همه جهان را در درون خود دارم و لذا بیپایان پایان و بدون حد و مرز هستم. نعمت بی پایان الهی همکنون به من اتها گردیده است. اعتقاد به نفس و تایید خیشتن دلیل بر آمادگی شما برای انتباق و اتصال به نعمات است. معروف است مردی به عبادتگاه رفت و دعا کرد تا هر آنچه لازمه نیک بختی و موفقیت کامل برای بقیه زندگی اوست به وی اعطا شود. هرچه دعا کرد هیچ چیز به او داده نشد و این بدان معنی بود که آنچه را مورد نیاز اوست همکنون در اختیار دارد. سعادت، موفقیت و نیکبختی عبارت است از, از واکنش های درونی ما که به زندگی ما رنگ و بو می دهند و چیزهایی نیستند که از جهان برون کسب می شوند. هنگامی که آغاز کار ما بر محور کمبودها دور میزند و پایگاه فکری ما بر اساس کاستی ها بنا شده معمولا بر این باوریم که اگر من چیزهای دیگری داشتم می توانستم احساس خوشبختی و سعادت کنم یک نگاه دقیق به این شیوه تفکر آشکار می سازد که در واقع معنی آنچه را بیان می کنیم، این است در حال حاضر من هنوز راضی و خوشنود و مستقنی و بینیاز نیستم و به طریقی کمبودهایی دارم و پس از آنکه آنها را به دست آوردم انسانی تمام و کامل خواهم شد این شیوه تفکر ناشی از کم بود بر اساس این فرض است که ما هنوز تکامل نیافته و بیکفایت هستیم و خوشبخت و عشق فرض و کمال یافته نیستیم و در حال حاضر در درون خیش احساس برخورداری از وفور نعمت و برکت نمی کنیم و لذا از موضع ضعف و کم بود عمل می کنیم و در دام این باور گرفتار می شویم که باید بیشتر از آنچه اکنون دارم داشته باشم تا بتوانم احساس خوشبختی کنم و این بزرگترین عاملی است که ما را از اتصال به وفور نعمت و برکتی که در همه جا هست باز می‌دارد شما هم همکنون همه چیز هستید و دارای آنچه برای نیکبختی، موفقیت و رضایت خاطر مورد نیاز است میباشید و نیز هرچه را برای هدفهای کل و بلند پایه شما لازم است دارید اگر نیازهای اساسی شما برآورده شوند و آب و غذا و هوا در اختیار داشته باشید توان زندگی با سعادت را خواهید داشت همانطور که گاندی گفت خداوند به صورت غذا بر انسان گرسنه نازل می شوند. ما می توانیم وجود خود را ارزش نهیم و شکوه و جلال نفس خود را به خیش تبریک بگوییم و هستی خود را غنیمت شماریم و بودن خود را در این جهان جشن بگیریم. می توانیم با آنچه بر سر راه ما قرار می گیرد بدون قضاوت درباره خوب یا بد آن برخورد فعالانه داشته باشیم و پند بیاموزیم و ردخ و فتخ خانیم. نعمات جهان فراوان و بیپایان است و برخورد ما با آنها در اختیار ماست ما و آزاد هستیم که هر گونه که می خواهیم پیرامون آنها بیاندیشیم. حتی در گوشه زندان در شیوه تفکر به وضع خود مختاریم و آزادی همانیست که ما به آن می اندیشیم. و در انتخاب دیدگاه خیش آزادیم و این آزادی است که هیچ نیرویی نمیتواند از ما باز ستاند. و اگر به این حقیقت واقف شویم می توانیم اصل وفور و برکت را عروس ذهن خود و ملکه هستی خیش نماییم. شاید شما همکنون همه چیز هستید همه عوامل لازم برای آوردن وفور و برکت به زندگی شما از سائه در خدمتتان هستند تنها کافی است طول موج خود را با آن میزان کنید مانند گیرنده ای که خود را با موج مطلوب تطبیق می کند تا آن را دریافت نماید شما نمی توانید صاحب هیچ چیز باشید وفور نعمت و برکت چیزی نیست که ما آن را کسب کنیم چیزی است که در جهان وجود دارد و تنها کافی است خود را با آن میزان و به آن متصل کنیم و این شیوه تفکری است به اصل وفور نعمت و برکت که در زندگی ما کارایی دارد و آن را فعال میسازد و بزرگترین عامل است به خاطر بسپارید که در جهان یک منبع انرژی لایتناهی و بیپایان وجود دارد و همه چیز از جمله جسم و کلیه مایملک شما و هر آنچه کسب کرده اید انرژی است همه چیز در جهان در حال جوش و خروش و حرکت و ارتعاش است همه چیز در جهان مرتعش است جهان یک منبع بی پایان از انرژی است و انرژی جوهر هستی و سرمایه حیات است و زندگی ما را تشکیل می دهد. انرژی که از هر یک از ما ساطع می شود به وسیله افکار و شیوه برخورد ما با جهان خیش تعیین می گردد. برخورد با جهان از دریچه چشمانی که تنها کاستی ها را می بیند، تنها کمبود ها را گسترش می دهد و نمایان می سازد. به جهان از آن دیدگاهی بنگرید که وفور و برکت بی حد و مرز را می بیند و این همان نگرشی است که نعمت بی حساب جهان را در پیش چشمان ما می گوشاید. اگر شما احساس نیاز به تملک و تصاحب چیزی را می کنید باید بدانید که دنیا را از دریچه چشم کمی و کاستی می نگرید. چه خوشتان بیاید و چه بدتان بیاید حقیقت این است. دیدگاه شما کم بود است. نیاز به داشتن و تملک و تصاحب چیزهای بیشتر باستا به احساس فقر و نیازمندی ماست و دلیل بر این است که از احساس بینیازی و مناعت طبع برخوردار نیستیم احتیاج به کسب بیشتر و حرص و ولع ما را از اتصال و ارتباط با وفور نعمت و برکت محروم می کند زیرا اینها در جلوی چشمان حریص و نیازمند ما هستند اما آزمندی و طمع دید ما را نسبت به آنها کور می کند اگر ما داشتن چیزهایی را شرط لازم برای نیکبختی بدانیم و با خود بگوییم اگر فلان چیز را داشته باشم خوشبختتر خواهم شد دلیل بر این است که زیر کنترل عوامل برونی و کمبودها هستیم و نه زیر فرمان درون خیش و تصور می کنیم که این کمبودها را می توانیم با تصرف و تملک بیشتر رفع کنیم. در حالی که این یک دام و فریب ابدی بر سر راه ماست و آن را پایانی نیست و هرگز آسوده و سیراب نخواهیم شد و تا زمانی که فکر می کنیم با دارایی بیشتر می توانیم درونی خود را پر کنیم نمی توانیم از این دام بگریزیم و آزاد شویم برای چند لحظه فکر کنید که چگونه ممکن است صاحب چیزی باشید اتومبیل قایق پول اسباب بازی و یا هر چیز دیگری که به هنگام خواب در مالکیت شماست هنگامی که بیدار میشوید میبینید همه اینها خواب و خیال غیرواقعی و اوهام بوده است و شما تنها برای رویای خود موقتا به آنها نیاز داشته اید حال سعی کنید همه اینها را در رابطه با رویایی که همکنون در آن هستید تصور کنید. یعنی همین خوابی که زندگی شما را تشکیل می دهد. همین خواب و خیالی که ما آنها را زندگی می نامیم و 80 تا 90 سال ممکن است به طول بی انجامن. هنگامی که از این خواب زندگی بیدار می شویم و به آنچه داشته مینگریم، نگریم در میابیم که اصلا نمی توانستیم چیزی داشته باشیم و حد اکثر در بهترین حالت می توانستیم موقتا بازیچههایی از بحر خیش و برای مدت زمان کوتاهی داشته باشیم و خود را با آن سرگرم کنیم و خواه آن را دوست داشته باشیم یا نه هنگامی که بیدار می شویم در می آبیم که اصلا مورد استفاده و مفید فایده نبودند و چون بخش بزرگی از زندگی ما دارای بود آسمانی و روحانی و تفکر است در جهان غیر مادی این اشیای مادی مورد استفاده ای ندارند اگر ما احساس پوچی می کنیم به این دلیل است که افکار پوچ و بیمحتوا در سر داریم و این شیوه تفکر همواره به احساس خلای درونی ما می افزاید. می توانیم در عوض گسترش در خلا درونی و پوچی به شیوه بهتری گسترش یابیم و آن گسترش در جهت تمامیت و کمال است و دریابیم که ما هرگز نمیتوانیم صاحب چیزی باشیم این به این معنی نیست که نمیتوانیم از هر چیزی که گرد آورده ایم لذت ببریم و یا موقتا چیزی را برای خود عنوان نکنیم اما به یاد داشته باشید که هیچ چیز در جهان در حالت جمود و رکود و ماده نیست و این اصل شامل ما هم می شود و همه چیز در حالت پویا و فراروی از صورت ماده است که شامل اسناد مالی کیت ما ما همه اسباب بازی های ما خانواده ما و هر چیز دیگری که متعلق به ماست نیز میگردد همه اینها در حرکت و تغییر و تحول هستند و دست به دست میگردند چند سباهی نزد ما هستند تا از آنها لذت ببریم و سپس برای استفاده دیگری آن را در جریان بیاندازیم اگر بتوانیم این مفهوم را برای خود درونی کنیم یعنی معنی آن را جذب کنیم و به اصطلاح موضوع برایمان جا بیفتد که ما نمیتوانیم صاحب چیزی باشیم ما ما را در داشتن هر چیزی که خواهان آن هستیم یاری می دهد و آزاد می گذارد بدون آن که به آن دو دستی بچسبیم و وابسته و برده مایملک خود شویم به زودی از لذت سهیم کردن دیگران در آنچه داریم و شریک کردن آنها در مایملک خود آگاه می شویم یک حقیقت متناقض در اینجا این است که هنگامی که از حرس انباشتن و گردآوری مال دست میکشیم در میابیم که آنچه را یا نیاز داشته ایم برای ما فراهم است همیشه ترس از نداشتن و یا کم داشتن مانع آگاهی ما از آنچه داریم و در اختیار ماست میشود ما نمیتوانیم صاحب هیچ چیز باشیم و اگر زندگی خود را در اندیشه نداری و کمی و کاستی ها سپری کنیم و احساس کم بود نماییم قانون جهانی وفور و برکت را نقض کرده و کفران نعمت نمودیم. زندگی سرشار از نعمت و برکت به معنی گردآوری انباشتن و اندوختن نیست در عوض ایجاد یک روح بزرگ و یک نگرش احترامآمیز به دریای بیکران و بیحد و مرز نعمات جهان است به عنوان مثال بدن خود را بنگرید جسم شما یک نمونه مجسم از وفور بی پایان است و دریایی است در نفس خود که قادر به پیشرفت های است و تنها چیزی که آن را محدود می کند تنگ نظری ذهن است که تنها به محدودیت ها مغز شما با میلیاردها سلولی که در آن است جسم شما را به سوی خوابیدن یا رقصیدن یا عبادت یا خلاقیت و یا اختراع مانند ساختن هواپیما یا زیردریایی هدایت می کند. آری شما و جسمی را که اشغال کرده اید نمونه بارزی از وفور نعمت و کمال به عالیترین درجه است و امکانات آن نامحدود می باشد. هستی ما در مقام یک موجود خودجوش و پایدار به نفس آنچنان معجزه بزرگی است که حتی اراده برای تفکر پیرامون چگونگی خلقت و راز آفرینش رمز زندگی و راز تفکر و رویا و غیره یک سلسله معجزات بیپایان هستند ذهن ما را به وحشت میاندازد شما در رابطه با توان و کردار خود سرشار از برکت هستید اما جسم شما که آن را من می نامید به انگامی که آن را ترک می کنید نمی تواند صاحب هیچ چیز باشد یا چیزی را با خود ببرد جسم خاکی با انرژی و نیروهایی هدایت می شود که از جمعوری و انباشتن فراتر می رود و فراسوی آن است آنچه در طول زندگی دارید برای این به شما داده شده که در خدمت شما باشد نه آنکه شما برده آنها باشید سعی در فهم این اصل کنید و همیشه به یاد داشته باشید که آنچه در چند سال قبل متعلق به کسی بود از سایه در خدمت دیگری است زمینی که تصور میشد متعلق به ماست اکنون مایملک دیگری است جواهرات پرتلالو و زیبا هر روز جلوه سر و گردن یکیست و همینطور طیف زندگی نیست کلا به همین نحو هیچ چیز در واقع به کسی تعلق ندارد و مایملک ابدی کسی نیست و هرچه زودتر این اصل را دریابیم و سعی در تملک اشیا و افراد دست بکشیم بیشتر خود را به اصل شگفت انگیز وفور و برکت جهان متصل می رمز زندگی خودداری از تمرکز بر آنچه نداریم و سعی در تحسین و سپاس از بابت همه چیزهایی که داریم و نیز تمرکز بر نعمتهایی که به ما عطا شده می باشد. با ایجاد این تحول در وجدان خیش خدمت کردن بدل به یک جزء طبیعی از زندگی سرشار از برکت می شود. بیان زیبای گاندی در این مورد به قرار زیر است. آگاهانه یا ناآگاهانه آگاهانه هر یک از ما به نحو به دیگری خدمت می کند. اگر با عمد و اراده عادت خدمتگذاری را در نهاد خود بپرورانیم و بارور کنیم تمایل ما برای خدمت به خلق تدریجا افزون می شود و نه تنها به نیکبختی ما بلکه به سعادت همه جهان می انجامد. و یا به گفته آلبرت شوایتزر در این زمینه توجه کنید من از هدف شما در زندگی اطلاعی ندارم اما همینقدر میدانم تنها آن کسانی از شما واقعا خوشبخت هستند که خواست اراده و راه خدمت به دیگران را آموختند این دو مرد در میان ما از بسیاری از جهات افرادی مقدس و وارسته بودند. ممکن است ما نتوانیم کاملا همانند آنها باشیم و تعهد کامل آنها را در خدمت به بشریت داشته باشیم اما می توانیم از مطالعه زندگی نامه و حتی از این کلمات قصار آنان چیزها بیاموزیم به این مفهوم که معنی خوشنودی و رضایت خاطر را در چیزی فراتر از موفقیت های عادی و گردآوری اموال و عناوین بدانیم اتصال به وفور و برکت وفور و برکت چیزی نیست که ما بیافرینیم بلکه چیزی است که آن را میپذیریم و به آن ارتباط و اتصال میابیم. اگر ذهن ما تنها به کمبودها بیندیشد و کاستی ها را ببیند در این صورت تنها بخش کوچکی از نعمات زندگی آید ما میشود، ما همانی را دریافت می کنیم که راه ورود آن را به روی خود می گوشاییم و راه هر آنچه را که مسدود می کنیم نه به واسطه فقدان آن بلکه به دلیل تعیین نظری و کمبینی ماست. و بر اساس این باور است که هر آنچه هست کافی نیست هنگامی که ادراک ما بر مبنای وفور و برکت و ثروت است و خود را شایسته آن میدانیم شاهد یک تحول میشویم ابتدا افکار ما پیرامون آنچه در خور آن هستیم دگرگون می شود و در پی آن به آهستگی رفتار ما تغییر می یابد. بالاخره روزی می رسد که در میابیم و باور میکنیم که به آنچه می خواسته رسیده ایم و اعتقاد ما موجب تجلی آن می شود. باز هم میگویم و بارها و بارها تکرار میکنم که بر هر چیزی که ذهن خود را متمرکز کنیم آن چیز در نزد ما بزرگ می شود. حال سوال این است که آیا می توانیم خود را به نعمتی که همه کائنات را آفریده است متصل کنیم؟ آری، با تغییر ادراک و نگرش خود پیرامون آن نعماتی که برای شما فراهم است و با جاری کردن هر آنچه به سوی شما جریان می یابد. حال سه سوال زیر را بررسی می کنیم. یک، تصور شما در مورد ارزش خیشتن چیست؟ در مورد ارزش خود چه می اندیشید؟ شما آفریده دستگاه الهی در این جهان بی پایان کامل هستید. شما همه جهان هستید. همانطور که والت وایتمن اعلام داشت همه فرضیه کائنات به نحو خطرناپذیری ناپذیری متوجه یک نفر و در یکی خلاصه شده و آن شما هستید. این یک ادعای خودخواهانه نیست بلکه در چارچوب نگرش وایتمن به کائنات کاملا با معنی است شما در عین حال هم یک انسان هستید و هم همه جامعه بشریت شما یا هر فرد دیگری در کل جامعه بشریت دارای تمامیت و همه ارزش‌های کامل و کمال یافته هستید در مقام بخشی از این نظام کمال یافته ارزشمندی شما کامل و به حد وفور و بیحساب است چه چیزی می تواند کاملتر و ارزشمندتر از انسان باشد؟ دو، سهم شما از نعمات جهان چیست و تا چه اندازه خود را زیحق می دانید؟ اگر حق خود را تنها مختصری از نیکبختی و سعادت می دانید و در پی جزء کوچکی از آن هستید سهمی را که دریافت می کنید درست به همان میزان است اگر فکر می کنید که شایستگی همه نعمات را دارید و نیت این است که وفور و برکت را با هر دستی که میگیرید به دیگری رد کنید و آن را چون خون در رکای جهان به حرکت درآورید و در عین برخورداری از آن در خدمت دیگران نیز باشید در زندگی به میزان زیاد به نیکبختی نائل خواهید آمد. اگر خود را شایسته میزان کمی بدانید همان را دریافت می کنید. اگر خود را بسیار مهم می پندارید و به اصطلاح از دست خود راضی هستید و آنچه را می خواهید به قیمت پایمال کردن دیگران است باز نتیجه همانند کم خواستن و پست همتی خواهد بود و در فرایند برخورداری از نعمات خیشتن را دست کم گرفته اید. اگر بر این باور باشید که شایسته ی هیچ چیز نیستید و یا به قیمت محروم کردن دیگران خواهان همه چیز باشید هر دو حالت در حکم تخریب نفس است و شما را از نعمت و برکت دور می سازد و به سوی کاستی پیش می برد. بدانید که شما شایستگی دریافت همه نعمات خدا را دارید و همین حق برای دیگران هم محفوظ است و در فرایند کمک به دیگران در کسب آن همه آن را به دست می آورید و تو امن خود و دیگران را یاری می دهید. تصور می کنید که چه چیزی برای شما فراهم است؟ پاسخ شرافتمندانه به این سوال این است که نگرش ما بر آنچه هست و نیست چیست؟ اگر همه حواس خود را بر آنچه نداریم و یا هرگز نمیتوانیم به دست آوریم متمرکز کنیم همان در نظر ما بزرگ می شود. یک روز عصر در پایان صحبتی که با یک خانم داشتم از من پرسید راستی دکتر دایر به نظر شما من تا چه اندازه در نیکبختی و موفقیت پیش خواهم رفت و حد آن کجاست پاسخ من به این سوال فورا این بود دیدگاه شما مبنی بر اینکه باید حد و حدودی وجود داشته باشد درجه نیکبختی و موفقیت شما در زندگی بر اساس فراهم بودن یا فراهم نبودن فلان چیز نیست بلکه در آنچه شما واقعیت میپندارید است یک گزارش نمونهگیری از افراد شرکت کننده در طی مطالعات تکنیک های تجسم در رابطه با یافتن شغل اثر انتظارات شخص را نشان داد. به سه نفر گفته شد که فراهم بودن شغلی را که دلخواه آنهاست مجسم کنند یعنی حقوق ماهانه ای را که در جستجو برای یافتن یک شغل جدید حق خود میدانند حقوق این سه نفر در شغل قبلی به ترتیب ده هزار دلار و بیست و پنج هزار دلار و دویست هزار دلار بود در عرض یک هفته هر یک از آنها دقیقا همان شغلی را یافتند که پرداخت آن مساوی با پرداخت شغل قبلی بود حد حقوقی هر یک از آنها دقیقا به همان میزانی محدود می شد که خود را مستحق آن می و نمی توانستند خود را در یک شغل با حقوق بیشتر مجسم کنند. نعمت و برکتی که به زندگی آنها روی آورد کاملا با آنچه برای خود مجسم می کردند تطبیق می کرد و نه چیزی بیش از آن. و این اصل در هر مورد درست است تنگ نظری و کمبینی ایجاد کمبود می کند و زندگی ما را زیر سلطه کمی ها و کاستی ها می برد و برکت را از ما می برد. همین اصل در مورد وفور نعمت و برکت صادق است. آزادی و وفور و برکت این مفهوم که کائنات عبارت است از یک سرود واحد و همواره در حال گسترش است و هیچ ممنوعیت محدودیت و مرزی ندارد جز آن محدودیتی که ما با ذهن خود برای آن قائل میشویم به ما نوعی احساس آزادی میدهد قائل بودن به وجود حد و مرز آزادی ما را محدود می کند. اما این محدودیت ها و مرس ها همه به وسیله انسان ایجاد می شوند. کائنات سیر و جریان خود را دارد. آب به سراشیب می رود و زمین از میان آن سر برافراشته می کند. آب و هوا به وسیله مرز از یکدیگر جدا نیستند بلکه با یکدیگر همزیستی، همراهی و هماهنگی کامل دارند. فضا لایتناهی است و به سوی بینهایت پیش می رود بدون آنکه دارای مرزی باشد همه اینها دارای آنچنان آزادی هستند که از هر محدودیت و ممنوعیتی که انسان بتواند در ذهن خود قائل شود فراتر می روند. پس معنی آزادی در وفور و برکت نهفته است آزادی یعنی فقدان محدودیت در طبیعت این پرنده است که تصمیم میگیرد تخم خود را در مکانی که با کل محیط هماهنگی دارد بگذارد این نهنگ است که به هر جایی که غریزه او را بکشاند میرود و وفور در مورد انسانها تنها هنگامی تحقق مییابد که ذهن انسان فارغ از حد و مرزهای تصور باشد یکی از راه هایی که می توانیم وفور و نعمت و برکت را به زندگی خود وارد کنیم این است که ذهن خود را از حد و مرزهای تخیلی که دشمن آزادی هستند پاک کنیم. چگونه تصمیمات عمده را در زندگی خود اتخاذ کردم؟ حتی هنگامی که یک پسر کوچک بودم همواره ذهن خود را بر آنچه میخواستم متمرکز میکردم و نه به آنچه دیگران داشتند و یا به کمبودهای زندگی خود و این سیاستی بود که همواره در زندگی من سودمند بوده و هنوز هم هست اکنون که به گذشته مینگرم، جوهر همه تصمیمات در جهت برخورداری از آزادی بیشتر بوده از اینکه هر روز در یک مکان معین باشم یا کسی به من دستور بدهد فلان لباس را بپوشم یا چگونه رفتار کنم و یا چه بگویم یا چه نگویم و یا مقرر کند که چقدر پول دریافت کنم خوشم نمی آمد. میخواستم به راهی بروم تا آزادی را که در نزد من بسیار عزیز بود گسترش دهد و این همان اصل وفور و برکت است یعنی پیوند به دریای بیکرانی که فوق هر گونه حد و مرز و کنترلی است که دیگران ممکن است به ما تحمیل کنند اولین شغل واقعی من غیر از پارو کردن برف و چمنزنی پخش روزنامه بود. از سن ده تا چارده سالگی روزنامه های دیترویت تایمز و دیترویت نیوز و دیترویت فری پرس را پخش می عاشق این بودم که به اداره محلی روزنامه بروم روزنامه های خود را بردارم و تا کنم و آنها را در سبد دوچرخه خود و یا در کول پشتی جای دهم در این شغل کاملا آزاد بودم هیچ کس به من نمی گفت چه بکنم یا از چه راهی بروم همه تصمیمات را من اتخاذ می کردم تنها در یک زمینه آزاد نبودم و آن جمعوری پول از مشتریان بود در آخرین روز هر هفته مجبور بودم در به منزل مشتریان را بزنم و پول روزنامه از بابت آن هفته را وصول کنم و این مستلزم صرف وقت زیاد بود و مجبور بودم هر هفته آن را تکرار کنم چه در غیر این صورت پولی آید من نمی شد. بسیاری از اوقات مشتریان در خانه نبودند و مجبور بودم برای دریافت پول چند بار مراجعه کنم این کار بر دوش من سنگین و تشریفات آن مفصل بود میبایست بعد از جمعآوری پول سهمداری روزنامه را تمام و کمال کنار بگذارم و بعد سعی در جمعآوری بقیه پول کنم تا سود خود را دریافت دارم اولین تصمیم خود را برای تغییر شغل از این جهت گرفتم که میخواستم آزادی بیشتری در رابطه با دریافت حقوق خود داشته باشم تا آنکه شغلی در یک دکان بقالی کوچک در بازار استاهل در محله‌ای که زندگی می کردم، یافتم. اولین چیزی که می آگاهی از شیوه پرداخت دست مزدم بود تا آنکه دریافتم در پایان روز جمعه هر هفته حقوق خود را از بابت کار در آن هفته دریافت خواهم کرد. و این یک آزادی تازه‌ای برای من بود که برای آن ارزش فراوان قائل بودم و احساس تسلط بیشتری بر زندگی خود می کردم. البته در این شغل جدید محدودیت های هم داشتم. مثلا هر زمان که آقای ساحل می خواست مجبور بودم سر کار حاضر شوم. و یا مجبور بودم یک پیشبند ببندم و در ساعتی کار کنم که او مناسب میدانست اما دیگر مجبور نبودم در میان برف با دلخوره به این سوانسو سو بروم به امید آنکه مشتریان در خانه باشند تا بتوانم پولم را وصول کنم در طول تحصیلات دبیرستانم در دکان بقالی مشغول به کار بودم و پس از چند سال به مقام معاون مدیر ارتقا یافتم. وظیفه‌ام بستن مغازه در آخرین ساعت کاری و شمارش و تحویل پول بود و در صورت لزوم وظیفه قصابی و بریدن گوش را نیز انجام میدادم و به طور کلی دارای مسئولیت بودم. پس از ارتقا آزادی بیشتری در تنظیم ساعت خورد خود داشتم از شاگردی مغازه که وظیفه بندی رو انجام میداد به صندوق داری و بعد به مدیریت قسمت گوشت و سپس به معاونت مدیر ترفی یافتم ساعت کار من در آخر هفته عبارت بود از 6 ساعت در روز جمعه عصر 12 ساعت در روز شنبه و 6 ساعت در روز یک شنبه برای ردخ و فتح همه چیز در مغازه از این شغل پول خوبی دریافت می کردم و از آن لذت می بردم، اما میدانستم این یک شغل دائمی مناسب حال من نیست. بعد از تمام کردن دوره دبیرستان در نیروی دریایی نام کردم. میدانستم که مجبور به انجام دوره خدمت زیر پرچم هستم. و نیز آگاه بودم که آدمی نیستم که تفنگ در دست بگیرم و در صفهای سربازی رژه بروم و بیاموزم که در لباس سربازی یک قاتل بالقوه شوم من نمی توانستم در آن روزها چنین کاری را بکنم و امروز هم قادر به انجام این وظیفه نیستم امتحاناتم را به خوبی انجام دادم و در مدرسه مخابرات معمور خدمت شدم و سپس به جزیره گوام در اقیانوس کبیر جنوبی اعزام گشتم هر شغلی را که در طی چهار سال خدمت نظام وظیفه به دست آوردم به نوعی در جهت کسب آزادی بیشتر بود اما اولین باری که اجبارم مورد تجسس قرار گرفتم دچار آنچنان احساس نفرت دردناکی شدم که به شرح و بیان نمی گنجد. یک افسر جوان با نگاهی خیره و تند اصلاح صورت و لباس اونیفرم مرا مورد بازرسی قرار داد و به من گوش زد کرد که کفش هایم به قدر کافی براغ نیست. این رفتار او دل مرا به درد آورد و دانستم که برای چهار سال نمیتوانم در این موقعیت دوام بیاورم و پیش خود تدبیری اندیشیدم که چگونه در آینده از شر تجسس خلاص شوم این یک تصمیم درونی بود و هیچ کس از آن مطلع نشد حتی نزدیکترین دوستان من هم از آن آگاه نبودند برای منظور تقاضای انتقال به قسمتی که از تجسس معاف بود کردم و به بخش رمز نویسی رفتم و به ریاست مرکز دریافت پیام ها منصوب شدم حتی در سختترین نظام ها قادر شدم که آزادی زیادی برای زندگی خیش بیابم پس از چهار سال در مقام یک افسر وظیفه جز دریافتم که باید یک تحول بزرگ در زندگی خیش ایجاد کنم. داوطلبی مجدد برای خدمت سربازی راه درستی برایم نبود هم هایم تا سرحد مستی مشروب میخوردند و همه حقوق خود را همان روزی که دریافت میکردند زمین میزدند و بقیه اوقات خود را کتابهای خندهدار میخواندند و به این طریق هم از نظر مادی و هم به لحاظ اخلاقی خود را ورشکسته میکردند اما من برخلاف آنها هوشیار دخل و خرج خودم بودم. هنگامی که در گوام 18 ماه آخر خدمت خود را می با خود عهد کردم که پس از فراغت از خدمت سربازی به دانشگاه بروم. اما می که پول کافی برای تحصیلات عالیه ندارم. لذا در هجده ماه آخر خدمتم با ده درصد از درآمدم زندگی کردم و 90 درصد بقیه را در بانک پسنداز نمودم تا شهری دانشگاه را برای مدت چهار سال تحصیلاتم بپردازم. هیچ یک از اعضای خانواده من به دانشگاه نرفته بودند. اما همه حواس من برای این متمرکز بود که به دانشگاه ایالتی در شهر دیترویت بروم. هیچ یک از اعضای خانواده من پول لازم برای رفتن به دانشگاه را فراهم نکرده بودند. من هم ذهن خود را بر آنچه که داشتم یعنی حساب بانکی خود متمرکز کردم و این حسابی بود که هر دو هفته یک بار افزایش میافت در واقع من آنچه را در فکرم بود بزرگ می کردم و آنچه در فکر من بود آن چیزهایی بودند که داشتم و نه چیزهایی را که نداشتم و یا اینکه اصل و نسب و گذشته خانواده من چه بوده است تصمیم گرفتم که شغل معلمی را برگزینم زیرا عاشق صحبت کردن برای جمعی شنونده بودم و در جمع بودن و سخنگویی را دوست داشتم علاوه بر این به نسل جوان عشق میورزیدم و از اینکه ساعت سه بعد از ظهر تعطیل شوم و سه ماه تابستان را آزاد باشم خوشحال بودم آزادی که حرفه معلمی به همراه داشت بیش از همه چیز توجه مرا جلب می کرد. زیرا می بعد از تعطیل شدن مدرسه می توانم فعالیت های زیادی داشته باشم. همچنین برای رفتن به کلاس شبانه وقت فراوانی در اختیار خواهم داشت. عاشق کسب یک مدرک دانشگاهی بودم هرچند که 24 سال داشتم و هنوز سال اول بودم. اغلب همسالان من یا فارغ و تحصیل شده بودم و یا به میزان زیاد در شغل و حرفه خود پیش رفته بودم. با آغاز به کار تدریس به شغلی که به آن عشق میورزیدم رسیده بودم. اما به زودی دریافتم که مقدار زیادی از آزادی خود را از دست دادم زیرا هر روز مجبور بودم که سر ساعت معین در همان کلاس هر روزی و به مدت زمان معین در طول همه سال تحصیلی حاضر باشم و مدیر مدرسه مقدار زیادی مقررات راجع به برنامه های درسی را به من تحمیل می کرد و به من دستور میداد که عضو کدام کمیته باشم و چه موقع در جلسه شورای معلمین شرکت کنم زندگی من بدل به یک برنامه از پیش تعیین شده گردیده بود من از اینکه هر چهارشنبه برای مدت چهل هفته در ساعت دو بعد از ظهر در اتاق 223 حاضر شوم خوشم نمی آمد. به طور روزافزون دریافتم که آزادیم را بیشتر از دست می دهم و بر فعالیت خود کنترل کمتری دارم. با شاغل بودن مقدار زیادی از آزادی و وفور و برکتی را که بسیار ارج می نهادم از دست می دادم. در این زمان توجه کردم که مشاوران مدرسه بیش از معلمین آزادی داشتند آنها اتاق کار مخصوص به خود را داشتند و می توانستن قرار ملاقات برای مشاوره را به میل خود برنامه ریزی کنند مجاز بودند مدرسه را برای صرف نهار ترک گویم زیرا برنامه تدریس در کلاس نداشتند تا آنها را به ساعت معینی پایبند کنند علاوه بر این می توانستن با دانشجویان به طور انفرادی ملاقات کنند و زمان آمد و رفت آنان در خودشان بود. البته مشاوران هم کارهای زیادی برای انجام داشتند اما برنامه زمانی آن را خودشان تنظیم می کردن و نه دیگری. به دلایل فوق اقدام به درجه فوق لیسانس کردم تا بتوانم یک استاد مشاور بشوم و واقعا به این کار عشق می‌ورزیدم عاشق مطالعات خود و مشاوره با نسل جوان بودم و آزادی را که در شغل تدریس از آن محروم بودم در این کار جدید باز یافتم. دوست داشتم روزهایم را مطابق میلم سپری کنم و دیگر مجبور نبودم با برنامه زمانی مدرسه نفس بکشم. در این میان توجه کردم که اساتید دانشگاه تنها مجبور بودند دو یا سه روز هفته را به دانشگاه بیایند و برنامه کاری آنها به مراتب از برنامه من سبکتر بود و در نتیجه مقدار زیادی وقت اضافی برای پژوهش و نویسندگی داشتند اما من هنوز مجبور بودم چهل هفته از سال و از هر هفته پنج روز را در مدرسه بگذرانم و وظایف مدرسه همه وقت مرا پر می کرد و لذا در جستجو برای وقت آزاد بیشتری بودم و برای نیل به این هدف فورا برای ورود به دوره دکترا اقدام کردم تا بتوانم یک استاد دانشگاه بشوم. تدریس در دانشگاه یک تجربه لذت بخش بود و مدت شش سال اشتغال به این کار برای من اوقاتی بسیار شیرین بود. سه روز از هفته را صرف تدریس در دانشگاه می کردم و چهار روز بقیه را برای مشاوره نوشتن امور زندگی و نیل به هدفهای خودم آزاد بودم تفاوت بین آزادی که در شغل اخیر داشتم با شغل قبلی از زمین تا آسمان بود اما باز هم برای امرار معاش به حقوق ماهانه دریافتی از دانشگاه وابسته بودم آنها برنامه کاری مرا تنظیم می کردند و هر روز مجبور به شرکت در جلسات کمیته های بیشتری بودم. عضویت در برنامه گروهی داوطلبان درجه دکترا و برنامه های پژوهشی آنها به من واگذار شد در اعماق قلب خود احساس می کردم که اگر بخواهم وفور و برکت زندگی را ببینم و آنچه را در این زمینه می نویسم تجربه کنم باید همه اوقات من در اختیار خودم باشد اما مانند هر کس دیگر گرفتار پرداخت قبوز ماهانه و دیگر هزینه های خانواده بودم و نیاز به پول داشتم. بالاخره زمان مناسب برای استعفا از شغل استادی دانشگاه فرا رسید نه به این دلیل که از کار تدریس ناراضی بودم در واقع یه این یک افتخار بود که پروفسور دایر نامیده شوم و باز این افتخاری بزرگ بود که از آغاز پس و حقیر خود در شهر دیترویت به مقام بزرگ استادی دانشگاه در نیویورک برسم من عاشق شغل خیشتن بودم اما میخواستم همه اوقاتم در اختیار خودم باشد نمیخواستم به من حکم شود فلانطور لباس بپوش یا کراوات بزن و یا در رس فلان ساعت در فلان اتاق برای شرکت در فلان کمیته حاضر باش من آزادی میخواستم آزادی کامل و به این دلیل تصمیم گرفتم که از مقام با شکوه استادی دانشگاه استعفا کنم تا احساس کنترل بیشتری بر زندگی خود نمایم باز هم تکرار می کنم تمایل به آزادی به معنی شانه خالی کردن از زیر مسئولیت ها و تکالیف خیش نبود همانطور که متذکر شدم به مسئولیت پذیری پیرامون تصمیمات خود پایبند بودم و به آن اهمیت می دادم. در درجه اول خانواده برایم مهم بود و همیشه به وظایف خودم به عنوان یک شوهر و یک پدر مقید بودم و, آنها هم همیشه پشتیبان من بودند و مرا تشویق به پیگیری هدفهای زندگیم حتی اگر بچگانه بودند میکردند آنها میدانستند من کسی نبودم که بتوانم زیر سلطه مقرراتی که دیگران تعیین میکردند به زندگی ادامه دهم و من هم متقابلا به همراهی گام به گام آنها با خیشتن در این راه پرخطر ارج مینهادم و نیز اطمینان داشتم که تا زمانی که نسبت به خیشتن و دیگران رفتاری عاشقانه دارند خداوند پشت و پناه آنها خواهد بود این نوع احترام متقابل به حقوق یکدیگر برای گام برداشتن به منظور تحقق بخشیدن به رویاهای خیش دارای اهمیتی ماندگار در ایجاد نعمت و برکت در زندگی ما بود اگر افراد خانواده مورد عشق شما علیه شما برخیزند همه چیز تضعیف می شود و بالعکس امید بخشیدن آنها در حکم نیرو بخشیدن به شما خواهد بود من هر جا که احساس کنترل بیشتری بر زندگی خود کنم فعالیت بیشتری می کنم و تصمیمات جدی می گیرم نویسنده بودن مستلزم داشتن انضباط فکری و جسمی فراوان است اما این من هستم که تصمیم میگیرم که چه موقع و در کجا بنویسم اگر بخواهم در وسط روز چهارشنبه که همین از است مطالبی بی پرده بنویسم دقیقا همان کار را می کنم و احتمالا همکنون بیش از پیش وقت،, وقت, صرف سخنرانی نویسندگی پر کردن نوار مشاوره و پژوهش های علمی می کنم. اما آزاد هستم که همه آنها را بر طبق میل و آرزوی خودم انجام دهم. باید خالصانه بگویم که تفاوت بین جمعه و سهشنبه را نمیدانم. همه روزها روز خداست و زندگی من است و هر چرا را دوست دارم انجام می دهم و همیشه به آنچه دارم می و نه پیرامون کمبودهای خود. همیشه در پی آزادی بودم زیرا آن را ملکی ذهن خود کردم از بندگی و اسارت نگریختم و سالیان متمادی را که برنامه های کاری من توسط دیگران تعیین میشد با لذت زندگی می کردم. اما همیشه ذهن خود را بر یک خواسته خود متمرکز می کردم و آن خواسته آزادی بود. همواره به لحاظ آزادی که آزادی کمی که داشتم شکر گذار بودم و به واسطی آنچه نداشتم ناله و فریاد نمی کردم. گرچه با هر گامی که در این راه بر می داشتم در قید و بند پول نبودم و هیچگاه شغلی را که پول بیشتری آید من می کرد نمی خواستم اما نکته تنظامیز این بود که درست برعکس آنچه منظور اصلی من بود در هر گامی که برمیگرفتم پول بیشتری نصیب من میشد وفور و برکت و انجام آنچه دوست دارید به منظور آنکه شاهد وفور و برکت در زندگی خود باشید باید خود را طوری متحول کنید و متعالی شوید که به آنچه انجام می دهید عشق بورزید و آنچه را به آن عشق می ورزید انجام دهید. به عبارت دیگر حرفه ای را برگزینید که عاشق آن باشید و به حرفه ای که انتخاب کرده اید عشق بورزید آری از همکنون این سیاست را پیشه کنید عشق ورزیدن به حرفه ای که دارید پایه و اساس آوردن وفور و برکت به زندگی انسان است روبرت لوئیس استیونسن در سال 1882 این مفهوم را به این صورت بیان کرد اگر انسان فارغ از مسئله سرنوشت و یا موفقیت یا عدم موفقیت بدون قید و شرط عاشق حرفه خود باشد زیر سایه لطف خداوند جای گرفته است میخواهم شما را یاری دهم که زیر همین سایه قرار بگیرید تا مشمول خیر و برکت و رحمت الهی شوید توجه کنید که روزهای ما گوهرهای گرانبهای زندگی ما هستند. در واقع کیفیت گذران زندگی روزانه ما نشانگر کیفیت زندگی ماست. هنگامی که زندگی روزمره بدون ایجاد رضایت خاطر سپری می شود و توهی از شادی و خوشنودی است و تنها برای پرداخت اقساط و قبوز ماهانه از این سو به آن سو می دویم و به دور خود می چرخیم و در واقع در پی راضی کردن چیزی برون از خیشتن هستیم مانند انجام تعهدات مالی خود و غیره اگر در پی این هستید که وامهای خود را با پرداختن به کارهایی که مورد علاقه شما نیستند بپردازید در این صورت پیوسته ذهن خود را بر آن چیزهایی که دوست ندارید متمرکز می کنید و در واقع یک سوم کل زندگی شما بر افکار منفی متمرکز می شود و چون بر هر چیز ذهن خود را متمرکز کنید همان چیز در نظر شما بزرگ می شود در نتیجه زندگی شما غرق در امور و افکار منفی و بر اموری که مورد علاقه شما نیستند متمرکز می و این ناشی از یک زمیر کمبین است. آیا می دانید چرا مردم زندگی خود را صرف انجام کارهایی می کنند که کوچکترین علاقه به آن ندارند و روزهای زندگی خود در امور و مشاغلی سپری می کنند که ارزا کننده و شادی بخش نیستند؟ زیرا به کمی ها و کاستی ها می نگرن. نه به وفور و برکت زندگی ورد زبان آنها گفته های از این رده است من آنقدر ندارم که بتوانم به خواسته های خود برسم و یا به هر کار دیگری بپردازم لذا مجبور به اشتغال به کار فعلی خود هستم و یا من استطاعت انجام کاری را که مورد عشق من است ندارم و یا راه دیگری بر روی من باز نیست و من مجبورم اقساط ماهانه خود را بپردازم و یا من هیچ چیز دیگری غیر از این ندارم این دلایل را به دقت بررسی کنید همه آنها تهدید می کنند که آنچه برای بقای ما مورد نیاز است نداریم و شخص به وسیله این احساس کم بود است که جبرن به ادامه کارهای مخالف میل و علاقه خود می پردازد تا نیازهای برونی خود را برآورده کند. اما اگر درک کنید که بر هرچه ذهن خود را متمرکز کنید همان در نظر شما بزرگ می شود دیگر سعی در پر کردن خلق به وسیله انجام کاری که از آن بیزار هستید نمی کنید. زیرا بیزاری بر سراسر زندگی شما سایه می افکند به این دلیل که همه انرژی خود را بر آن متمرکز کرده اید. پیرامون این نکته قدری بیاندیشید و بر آن تعمل کنید. شما نمی توانید به خوشنودی نائل شوید مگر آنکه در پیشگاه خود احساس اعتبار کنید و هنگامی دارای آبرو و اعتبار می شوید که نیازهای نفس برونی و نفس درونی خود را تعیید کنید. اگر از کار خود متنفر و یا نسبت به آن بیتفاوت هستید، در این صورت از نظر متافیزیکی لحظات زندگی شما ساختگی هستند. یعنی رفتار شما مغایر با هویت فکری و واقعیت وجودی شماست در این صورت 99 درصد شما در یأس و هرمان در جا میزند در حالی که یک درصد باقی مانده بار زندگی شما را به دوش میکشد و اگر مدت زیادی به این شیوه زندگی کنید عادت به تمرکز بر کمبود ها می کنید به این دلیل که احساس عدم کفایت و نقص مینمایید. و بخش ناقص زندگی شما همان چیزی است که برچسب کمبود به آن میخورد و در زندگی شما بزرگ شده و نقش مسلط را ایفا می کند به این ترتیب دور باطلی ایجاد می شود که شما را از آن گریزی نیست مگر آنکه برای انجام کاری که به آن عشق میورزید و عشق ورزیدن به آن کاری که انجام میدهید اراده کنید و همت بگمارید و ابزار لازم را تهیه کنید ممکن است فکر کنید هنگامی که پای عمل در میان باشد به ویژه در رابطه با زندگی روزانه که مجبور به پرداخت اقساط و قبوز ماهانه و برآوردن تعهدات مالی خود هستیم اجرای عملی این نظریه سخت به نظر برسد باید بپذیریم که این شک شما بسیار بجاست اما همین شک خود ناشی از یک زمیر کمبین است که کاستی ها را میبیند و میتوان به آن پیروز شد. یکی از رویدادهای اخیر زندگی من این مسئله را نشان میدهد. یکی از دوستان بسیار عزیز خانواده ما که ما در دو تا دوتا از بچه های ماست او یکی از باهوشترین، حساسترین و سریول انتقالترین افرادی است که در عمر خود دیدم. برای اولین بار در سال 1976 او را ملاقات کردم و در آن زمان به عنوان سرمهماندار برای مدت 16 سال برای یکی از خطوط هواپیمایی کار کرده بود و در یک آپارتمان در همان مجتمعی که من زندگی می کردم بود و فرصتهای زیادی را برای گفتگو با یکدیگر داشتیم. او اغلب به من می گفت که از شغل خود در شرکت هواپیمایی ناراضی است و واکنش من همیشه این سوال بود از چه کاری خوشت میآید پاسخ او اغلب این بود که به امور مربوط به آرمان ها و کتابها ها علاق مند است و مایل است به کارهای چاپی و مطبوعاتی وارد شود اما آنچه او را باز می داشت ترس از دست مست کم در این گونه مشاغل و اجبار به تغییر مکان به شهر نیویورک بود او همچنان به شغل خود در هواپیمایی چسبیده بود زیرا منافع مادی آن را تحسین می کرد و نمی توانست تصور کند که شغل چون این پردرآمدی را همراه با سنوات خدمتی که به بازنشستگی او کمک می کرد و نزدیک به 20 سال میشد رها کند. من او را تشویق کردم که قبول ریسک کند و شغل خود را رها نماید و لازمه یافتن شغلی که دلخواه او باشد همین است و اطمینان دادم که نعمت و برکت به زندگی او روی خواهد آورد و نباید نگران باشد او نظریه مرا قبول داشت اما هنوز جرأت آن را نداشت هر ماه تنها حقوق ماهانه خود را خرج میکرد و هیچگاه به طور جدی زیر بار قرض نرفته بود اما هر چقدر اضافه کاری هم می کرد باز اگر به مقداری پول اضافی نیاز داشت کفاف او را نمیداد. هرج بیشتر کار میکرد مالیات بر درآمد بیشتری می پرداخت و بیشتر متوجه میشد که برای خودش کار نمی کند. اما همچنان به کار ادامه میداد و به موازات آن روزهای عمر او یکی بعد از دیگری سپری می شدند. بعد از آنکه که از مهارت‌های او آگاهی یافتم وی را برای کار کردن نزد خود استخدام نمودم کار او با ماشین کردن نسخه‌های دستنویس مقالاتی که برای مجله ها می نوشتم آغاز شد که همراه با مقداری ویراستاری بود و بالاخره ویراستار خصوصی من شد و سه کتاب قبلی مرا ویراستاری و بازنویسی کرد که با مقداری پژوهش نیز همراه بود تا بدانجا که برای من بدل به کارمندی ضروری شد تشکری که در ابتدای این کتاب برای یاری دادن به آمادگی کتاب از او کردم بهترین گواه بر این مدعاست و دلیل بر نقش او در آماده سازی این کتاب است. با سپری شدن سالهایی که بعد از دیگری او همچنان به پرواز کردن ادامه میداد و ناخشنودی او از شغل خیش روز شد. در سه واقع خود را به طور جدی مجروح کرد که مجبور به خودداری از حاضر شدن بر سر کار به منظور استراحت شد. زندگی او با بیماریهایی که دامنگیر او میشد مخدوش گردید سعی در انتقال به کشورهای خارجی کرد اما هنوز مشکلات جسمی و شخصی داشت و شروع هیجانی را که همیشه برای کار خود داشت و علامت مشخصه او بود از دست داد و کمبود و کاستی به زندگی او رخنه کردند قبوز ماهانه او افزایش یافت برچند که او از عهده پرداخت آنها برمی آمد اما احساس وفور و برکت در زندگی نمیکرد اخیرا تحولی در زندگی او رخ داد طی یک مکالمه تلفنی پیرامون مطالب این کتاب به من گفت آیا دکتر وین یادت هست که در دهه 1970 به من و سایر دوستانم میگفتی اگر آن چیزی را که دوست داریم انجام دهیم و شغلی را که عاشق آن هستیم برگزینیم پول خود به خود از در و دیوار برایمان خواهد آمد و در حالی که میخندید ادامه داد که در آن روزها ما به حرفهای شما میخندیدیم و میگفتیم البته گفتن این حرف برای شما آسان است زیرا سود حاصل از کتابهای شما که محبوب همگان بود و پرفروشترین کتابها شناخته شده بود از در و دیوار برای شما پول میریخت و به اصطلاح نفستان از جای گرم بیرون میآمد اما این چه ربطی به من و دوستانم داشت که مجبور بودیم برای دریافت حقوق ماهانه به پرواز ادامه دهیم. حال میفهمم که معنی حرف و خلوص نیت شما را در آن زمان درک نمی کردم. شما این پندها را از تجربیات زندگی خیشتن و کشفیات خود به واسطه پرداختن به کاری که به آن عشق می به ما میدادید. در چند ماه گذشته که من از پرواز کردن خودداری می نمودم و تمام وقت بر روی کتاب شما کار می کردم رفته رفته نشاط و شادمانی ناشی از پرداختن به کاری که دوست دارم را احساس کردم. همان چیزی را که شما به عنوان پرداختن به کاری که عاشق آن هستید توصیف می کنید. حال دریافتم که تفاوت بین یک سر مهماندار هواپیما با آن همه مزایایی تضمین شده و غرق شدن در کاری که عاشق آن هستم و رها کردن خیش در آن چیست؟ تفاوت این دو در امر زیستن و زندگی کردن است و لذا دیگر سر مهماندار هواپیما بودن راه زندگی من نیست من در فکر بودم که چه چیز این تحول فکری را در او به وجود آورده است که با شور و هیجان ادامه داد امروز صبح با شادی غرق در افکار لذت بخش و مطالب و نظرات کتاب شما بودم و با نوشیدن یک فنجان چای دستنویس شما را ماشین می کردم و از پنجره به شکوفه های بنفشه در خارج از اتاق خیره شده بودم که نامرسان پست وارد شد و سومین چک بزرگ پرداختی شما را تسلیم من کرد با اطمینان به اینکه این, این چک برای انجام کاری که به آن عشق می نصیب من شد انگامی که به سوی ماشین تحریر باز میگشتم این جرق ذهن مرا روشن کرد و به سوی این آگاهی رهنمون شدم که انگامی پول هنگامی که پول از پنجره وارد می شود می توانم احساس خوبی در مورد کاری که انجام می دهم داشته باشم. من حتی مجبور به رفتن به بیرون از خانه برای گرفتن چک نبودم. همچنان که به گفته خود ادامه می داد من خندیدم و او افسود آن چیزی را که شما سالها قبل تشریح می کردید با چشمان خود دیدم و نسبت به آن بینش یافتم و به من روی آورد. سپس اضافه کرد دیگر مطلب کار کردن من برای شرکت هواپیمایی محل سوال نیست پولی که آید من شد درستی انجام کاری را که به آن عشق میورزم تایید می کند. عنوان اگر به آن ایمان بیاورید آن را خواهید دید هنگامی به ذهن من خطور کرد که او افسود من آنچنان احساس خوشنودی درونی به واسطه احترام و امید بخشی به آن جزئی از وجود خود که مرا به این راه آورد می کنم که حد ندارد و گذشته که تنها به آن بخشی از خود که با پیروی از منطق مزایای کار کردن برای شرکت هواپیمایی به من دیکته می کرد گوش فرا دادم. آری اگر به آن ایمان بیاورید آن را خواهید دید اینها تنها کلماتی بیش نیستند اما اگر به آنها ایمان بیاورید آن را احساس خواهید کرد چگونه آن را به کار ببندیم این مهم نیست که شغل شما چیست حتی اگر شغلی هم ندارید باز اهمیت ندارد این نظریه منحصرا به استخدام شما مربوط نمی شود هر کسی که می باشید هر جا که زندگی می کنید و شرایط محیط زندگی شما هر چه می خواهد باشد بالاخره هر روز کاری انجام می دهید روزهای زندگی خود را ممکن است در احساس کمبودها و کاستیها سپری کنید و یا وفور و برکت و بینیازی را تجربه کنید مطالب زیر می تواند شما را در انجام آنچه به آن عشق می ورزید یاری دهد اما اجرای واقعی آن البته به خود شما بستگی دارد یک مقاومت خود را برای اجرای آنچه دوست دارید بررسی کنید این همان چیزی است که می خواستم آن را ریسک کردن بنامم اما پرداختن به آن چیزی که دوست دارید ریسک کردن نیست و اگر شما برچسب ریسک به آن زدید باید شهامت ایجاد تغییر و تحول در خود را بیابید با هوشیاری و بیداری بیشتر در میابید که ریسک کردن چیزی بیش از افکار شما نیست افکاری که با آن خود را قانع کرده اید که انجام خواسته های شما غیر ممکن است حال اگر در عوض ریسک که ناشی از تفکر پیرامون کمبودها و کاستی هاست با خود بگویید انجام آنچه را به آن عشق میورزم یک هدف بزرگ است و ایمان دارم آنچه برای امور گذران زندگی من لازم است بر من نازل خواهد شد و من این را میدانم و از آن مطمئن هستم از تمرکز ذهن خود بر کاستی ها پرهیز کنید مگر آنکه بخواهید زندگی خود را آکنده از کمبودها نمایید مقاومت شما در مقابل انجام آنچه به آن عشق میورزید ناشی از اعتقاد یا عدم اعتقاد به وفور و برکت و یا فرصتهای نامحدود نیست بلکه بر اساس این باور است که تصور میکنید کار و بازی دو مقوله جدا از یکدیگرند و دو جزء مجزا در وجود انسان هستند و نمیتوانند با هم توام باشند باور بر این است که کار امری دردناک و تحمیلی و مستلزم تحمل رنج و زحمت است اما بازی تفریح و تفنن است اما بدانید که اجبار به پیروی از این تفکر را ندارید و اگر چیزی را که به آن عشق میورزید انجام دهید همکار و هم تفریح را با هم توأم کرده اید آهنگ سازی، رسم کشیدن، نقشه کشی، مهندسی، گلکاری، گلفروشی، آرایشگری، همکاری با فرزندان در انجام خ... خانداری و یک لیست بیپایان از فعالیتهای مختلف هم فال است و هم تماشا هم کار است و هم تفریح و تفنن تصور کاری را که دوست دارید بکنید. انجام این کار برای شما لذت بخش است و زندگی شما را هدفدار می کند و هنگام اشتغال به آن غرق در شادی و خوشنودی بی حد و حساب هستید و زمان برای شما وجود ندارد و گذشته آن را احساس نمی کنید. تمام این مزایا را در زمیر خود جای دهید و سپس از برکت و سعادت ناشی از آن بهرهمند شوید بدانید که شما هیچگاه در جای گیر نمی کنید و در جا نمی زنید و محبوس نمی شوید مگر آنکه خودتان بخواهید. آگاه باشید که اگر نیروی ذهنی خود را به کار گیرید و روزهای خود را صرف اموری کنید که واقعا به آن عشق میورزید و آن فکر را در صدر ذهن خود جای دهید همان در ذهن شما بزرگ می شود جای باز می کند و وجه مسلط در تفکر شما می شود این یک روند طبیعی است و راه دیگری جز این ندارد به احتمال زیاد شما در اوایل زندگی خود حرفه ای برگزیده اید و یک عمر خود را به آن پایبند کرده اید که در همان رشته ای کار کنید که برای آن تربیت شده اید اما آیا این معقول است که در پی کاری باشید که یک هجده ساله یعنی خود شما در سن هجده سالگی سالها قبل برای شما انتخاب کرده آیا شما در این سن و سال برای مشاوره حرفه‌ای به یک جوان 18 ساله مراجعه کنید؟ ادامه شغل و حرفی که آن را دوست ندارید به منزله گسترش کمبود و کاستی در زندگی شماست. شما هرگز از این دام خلاص نخواهید شد مگر در درون افکار خود را بر آنچه به انجام آن عشق میورزید متوجه سازید و این تفکر را در مغز خود جای دهید و آن را عروس ذهن خود نمایید و در کانون آن جای دهید حتی اگر امروز برای عملی کردن به آن آماده نیستید با این تفکر خود همراه باشید و آن را حفظ کنید هرچه بیشتر ذهن خیش را بر آن متمرکز سازید بیشتر در ذهن شما گسترش خواهد یافت همه کسانی که به سعادت برخورداری از زندگی سرشار از وفور و برکت نائل آمدند آنهایی بودند که برای اقدامات لازم و فراهم کردن الزامات این نوع زندگی اراده کردند و این نتیجه تجربه من از ملاقات با این گونه افراد بوده است مثلا همه آنها شغلی را که برای آنها ارزا کننده نبوده رها کرده و در پی تحقق بخشیدن به رویاها و آرزوهای خود رفتند توجه کنید از این نترسید که قادر به گذران امور زندگی از طریق شغلی که به آن عشق می‌ورزید نباشید کار شما همت گماشتن برای اخس تصمیم و اراده برای نیل به این هدف است کاری که به آن عشق میورزید همواره در نفس خود یک فرصت جدایی ناپذیر به همراه دارد که شما را قادر میسازد از طریق آن امرار معاش کنید حتی اگر آن را باور نداشته باشید. ترس شما از پرداختن به کاری که به آن عشق میورزید به این لحاظ است که نتوانید قبوز و اقساط ماهانه خود را بپردازید و یا نیازهای مالی خانواده را برآورده کنید و به سوی ورشکستگی سوق داده شوید اما حقیقت امر اینطور نیست کسانی که مورد عشق شما هستند اگر بدانند در پی تحقق بخشیدن به آرزوهای خود هستید به شما کمک خواهند کرد اگر شما همه عمر قبوز ماهانی خود را پرداخته اید چطور ممکن است یک روزه بدل به شخصی شوید که از پرداخت این قبوز ناتوان است اگر همه تاریخچه زندگی شما دال بر این است که انسانی مسئول و آبرومند بوده اید، چرا باید تصمیم گیرنده تخیلی زندگی شما بر اساس ترس عمل کند؟ علاوه بر این ممکن است دریابید که بسیاری از هزینه های شما نتیجه آن نوع زندگی بوده که طی آن مشغول به انجام کاری بوده اید که مورد نفرت و انزجار شما بوده است. زندگی خود را ساده کنید. خواهید دید که هزینه ها و تعهدات شما به میزان زیاد کاهش می اگر واقعا میخواهید در نقاط دور افتاده از شهر و در دامان طبیعت زندگی نمایید و یا به سراسر کشور سفر کنید و یا یک کسب کوچک در آن سوی جهان تأسیس کنید بسیار محتمل است که به آن تحقق بخشید من با گروه کسیری از مدیر کلهای اجرایی ملاقات کردم که تصمیم گرفتند که شغل پردردسر و پرمسئولیت و فشار خود را تغییر دهند و شروع به آسایش و استراحت کنند و باز هم به کارهایی بپردازند که به آن عشق می‌ورزند و از این طریق بوی خوش زندگی را همچون بوی گل استشمام کنند. جالب آن که در بسیاری از حالات تا شخص بخواهد این تحولات را ایجاد کند جان خود را به لب می رساند. ترس شما از انجام آنچه به آن عشق می ورزید ناشی از تربیت تیره و تار و مبهم و شکل گیری ناقص شخصیت شما بوده. همه این ترس ها چیزی بیش از یک تفکر ترسناک نیست که می توان بر آن پیروز شد و آن را تغییر داد. دو اگر از تغییر شغل خیش خودداری می کنید سعی کنید هر روز و هر لحظه به آن عشق بورزید. مناجات زیر مجموعه پیام های مراش تشریح می کند. قبل از, شروع روشنبینی هیزم شکنی و سقایی بعد از روشنبینی هیزم شکنی و سقایی روشنبینی و بینشیافتن یافتن چندان ارتباطی با فعالیتهای روزانه ما ندارد و بیشتر متوجه نگرش ما به فعالیتهای خیشتن است هرچه بینش حاصل کنید و به هر اندازه که افق دید شما روشن شود باز به طریق هیزم شکنی و سقایی می کنید. فقط یک شخص کاملا بیدار و کمال یافته هیچ کاری از جمله هیزم شکنی و سقایی را حقیر نمی شمارد و سرنوشت زندگی خیش ابراز بیزاری نمی نماید. کار شما هر چه می خواهد باشد می تواند مورد عشق و علاقه شما باشد. شما مجبور نیستید از کار خود و یا هر فعالیتی که دارید متنفر باشید. نفرت ورزیدن ناشی از اراده و انتخاب شماست و از افکار آلوده به کینه شما نشأت می گیرد. اگر مجبور باشید قنداق کثیف کودک را 20 بار در روز عوض کنید و یا توالت را بشویید یا در زندان باشید یا ظرفهای آشغال را جمع وری کنید یا فرمهای حسابرسی را از هم جدا کنید و یا در جلساتی شرکت کنید که هیچ نتیجه حاصل نمی شود هیچ یک از این فعالیت ها موجب و منشه نفرت نیستند شرایط محیط به احساس نفرت شما ارتباطی ندارد نفرت و انزجار در درون شما جای دارد و نه در جهان برون اگر تصمیم شما این است که فعالیت کنونی خود را ادامه دهید، نگرش خود را به آن تغییر دهید و از این طریق شاهد راه یافتن وفور و برکت به زندگی خود خواهید بود و می توانید هر گونه فعالیتی را با نگرش نوینی انجام دهید. ویراستار و کتابدار فوقالعاده من سابقا یک سر مهماندار بود به هنگام پرواز دقیقا همین کار را میکرد او هنگامی که در لباس متحد و شکل پرواز بود بر نگرش خود به شغل خیش کار کرد و آن را تغییر داد و نسبت به این کار عشق و علاقه یافت در حالی که دیگران آن را شغلی تکراری و نامطبوع میدانستند او تمرین عشق ورزیدن به مسافرین را می کرد و از خود مایه می گذاشت تا خارج از وظیفه خود به آنها خدمت کند و این احساس خود او در فقدان علاقه به شغل خیش بود که بالاخره منجر به استعفای او گردید اما در سالهایی که پرواز می کرد عشق ورزیدن را به نفرت ورزیدن ترجیح داد و از این رو توانست هیزم شکنی و سقایی را در حالی که شغل او بودند دوست بدارد بحث فوق یک استدلال بسیار ساده است که در که آن نیاز به هوش و نبوغ زیاد ندارد یا باید همت کنید و آنچه را لازم است انجام دهید و به ریسک همراه با آن تن بدهید تا شغلی بیابید که بیشترین خوشنودی خاطر را به شما میدهد و یا باید نگرش تازهی به آنچه اکنون انجام میدهید بیابید این نگرش تازه میتواند یک شغل آزاردهنده را که موجب کلافگی شماست بدل به یک شغل شادی بخش نماید هرچه هست نتیجه اراده و تصمیم خود شماست مثلا می توانید از طریق خدمت کردن بیشتر به دیگران این کار را بکنید یاری دادن به دیگران تقریبا همیشه برای انسان رضایت خاطر به همراه دارد شما می توانید هیزم و سقایی را برای خود یک شغل لذت بخش کنید و یا بالعکس به آن کینه ورزید هرچه به خیشتن ندادهید که شغل شما خسته کننده نفرت انگیز و تکراری باز هم بستگی به خود شما دارد در واقع این نگرش منفی نقمه است که در ذهن شما جایی دارد همواره در گوشه ای می توان کسی را یافت که از شغلی که شما دارید لذت میبرد واقعیت ادعای فوق هر هفته به من ثابت می شود و آن هنگامی است که یک خانم زیبای چینی برای تمیز کردن خانه نزد ما می آید. او تبسم می کند و به کارهای طاقت فرسایی که دیگران آن را دشوار تلقی می میخندد. می خندد. از کشور بومی خود هدایای کوچک برای فرزندان ما میآورد و صمیم قلب احساس لذت خود را همراه با آنچه انجام می دهد تجربه می کند. در واقع او چون گنجی گرانبها در خانه ماست ما زیرا هر لحظه که به او مینگرم به من یادآور می شود که شغلی که ممکن است برای کسی دیگر آکنده از رنج و بدبختی باشد برای او لذت بخش است این مشاغل نیستند که مخرب روانها هستند این انسان ها هستند که با نگرش منفی روان خود را ویران می سازند. س. آنچه که اکنون مخالف آن هستید می توانید از نو تعریف کنید و پیرامون آن تفکری تازه بیابید تا وفور و برکت به زندگی شما راه یابد. اگر علیه چیزی باشید همان چیز مانع ورود وفور و برکت به زندگی شما می شود. منظورم از هر چیز همه چیز است مطلقا همه چیز بدون کم و کاست عهد کنید که زندگی خود را به شیوه مثبت اداره کنید نه منفی اگر علیه جنگ و ترور هستید شما خود جزئی از مسئله می شوید و سربازی هستید که برای معتقدات خود می جنگید و جنگ همیشه شما را ضعیف می کند و کاستی های بیشتری برای زندگی شما بار به جای اینکه علیه جنگ و ترور باشید از صلح طرفداری کنید و انگامی که برای صلح قیام می کنید افکار و در نتیجه اعمال خود را به این جهت سوق می دهید و بدل به یک فرد صلح جو و حافظ صلح می شبید. زیرا علیه چیزی نیستید اگر ذهن خود را بر چیزی که به نفع شماست متمرکز کنید همان چیز در زندگی شما بزرگ می شود و گسترش می یابد و اگر علیه چیزی باشید در داخل معرکه قرار می گیرید و در نتیجه اختلاف و نفاق در ضمیر شما اوج می گیرد همین اصل در مورد امور شغلی شما صدق می کند. اگر در عوض بهبود بخشیدن به کار خود علیه رئیس خود باشید، همه انرژی خود را بر رئیسی که دوست ندارید متمرکز می کنید و حس کینه و نفرت در شما گسترش می آبد. اگر ذهن خود را بر جنبه هایی از شغل خود که دوست ندارید متمرکز کنید همان در کانون ذهن شما قرار می گیرد و وجه مسلط می شود و رشد می کند و این یک فلسفه بسیار نیرومند است که از شما می خواهم آن را پذیرا شوید. علیه هر چیز که باشید همان علیه شما به کار می افتد. هر چه علیه آن هستید می تواند به شیوه مثبت بیان شود که شما را طرفدار چیزی کند. به جای اینکه بگویید علیه چیزی هستید می توانید بگویید طرفدار فلان چیز دیگر هستید. ذهن خود را بر استعداد برای تحول در جهت مثبت متمرکز کنید و پس از آنکه در این موضع قرار گرفتید خواهید دید که ذهن خود را بر هر چیز که متمرکز کنید همان چیز در نزد شما بزرگ می شود. در عوض ابراز نفرت به بیسوادی طرفدار سواد آموزی باشید و در این صورت به اشایه سواد کمک خواهید کرد. در عوض ملحق شدن به نهست ضد مواد مخدر و اعلان جنگ علیه آن سعی در یاری دادن به کودکان برای کشف شیوه های تقویت زندگی خیشتن و راه برخورداری از لذت های مثبت و طبیعی کنید. هنگامی که تعداد کافی از ما کودکان را در برگزیدن راههای مثبت زندگی یاری دهیم قاچاقچیان الکل و مواد مخدر مشتریان کمتری خواهند داشت در عوض در عوض ابراز مخالفت با سیاست شرکتی که در آن کار می کنید، از بهبود سیاست جانب داری کنید و در عوض مخالفت با مشروب خاری و یا تندخویی همسر خود خواهان اتخاذ منش نجیبانه تر و متانت و ملایمت بیشتری از سوی او باشید. شما مختارید هر آنچه له و یا علیه آن هستید در ذهن خود بزرگ کنید و گسترش دهید و لذا تشخیص این که در هر روز در چه جهت می خواهید بروید بسیار ساده است آیا می خواهید در جهت نظم یا آشفتگی شخصی یا در جهت نظم یا آشفتگی جهانی حرکت کنید تنها کافی است به من بگویید از چه چیز جانبداری می کنید و من بلا فاصله به شما خواهم گفت که چه چیز در جهت سازنده در زندگی شما گسترش خواهد یافت. به من بگویید علیه چه چیز هستید باز هم فورا به شما خواهم گفت که چه چیز در جهت ویرانگری بر زندگی شما مسلط خواهد شد هنگامی که به کار خود عشق میورزید خواهید دید که بدون کوشش بر آن مسلط میشوید و آن را انجام میدهید و اگر در موضعی قرار گیرید که عشق را به عنوان چراغ راهنمای خود در فعالیتهای روزانه خیش به کار بندید خواهید دید که وفور نعمت و برکت در انتظار شماست تا خود را به آن متصل کنید چرا شما در برابر اصل وفور و نعمت و برکت ایستادگی می کنید؟ ما در فرهنگی پرورش یافته ایم که همواره تاکید بر کمبودها و کاستی ها می کند و نه بر وفور و نعمت و برکت و برای ما سخت است که این تفکر کهنه را از ذهن خود پاک کنیم. همه ما عباراتی از این قبیل شنیده ایم. یا من حق خودم رو میگیرم زیرا احقاق حق فضیلته و یا اگر نگیرم کس دیگری میگیرد و یا تنها میزان محدودی در دست رسه و باید برای گرفتن سهم خودت مبارزه کنی ما آموخته ایم که به کاستی ها و محدودیت ها بیندیشیم داشتن ها و نداشتن ها به صورت واقعیتی در فرهنگ ما در آمده است در حقیقت تعداد ندارم ها بر تعداد دارم ها پیشی گرفته است به ما آموخته نشده که نعمت و برکت خدا به قدر کافی برای همه ما فراهم است و سهم هر کس محفوظ و موجود و فراوان است اما به واسطه شرایط محیط و تربیت پیشین تفکر ما درست برعکس است و تا زمانی که به آنچه نداریم میاندیشیم و آن را برای خود مهم میکنیم نمیتوانیم به زندگی به دیده وفور و نعمت و برکت بنگریم این شیوه تفکر که من هرگز به قدر کافی ندارم اساس زندگی بسیاری از مردم و انگیزه تلاش آنهاست آنها عمر خود را در تلاش و تقلا برای کسب آنچه ندارند و باید داشته باشند صرف می کنند و زندگی خود را در بیم و امید پیروزی و یا شکست در کسب آن می گذرانند و در یک ترس دائمی از محرومیت به سر می برند. ذهن خود را بر هر آنچه دارید متمرکز کنید هرچند که بسیار ناچیز باشد مردم حاضر نیستند مسئولیت کمبودهای خود را به عهده بگیرند بسیار آسانتر است که این مسئولیت ها را به گردن عوامل برونی مانند محیط جامعه اوضاع و احوال و شرایط دیگران رویدادها و بدبیاریها و حتی خداوند بیاندازیم و آنها را برای محرومیت ها و شکست های خود سرزنش کنیم مردم اغلب برای کمبودهای خود دلیل تراشی کرده و با توجیه آن منکر مسئولیت خیشتن برای این کاستی ها می گردن و بر این باورند که زندگی در کمبود بلایی است که از برون بر آنها نازل و به آنها تحمیل شده است و با این توجیه و این گونه اعتقاد همچنان در کمبود باقی میماند رهایش از این دامی که به وسیله این اعتقاد برای خود نهادند و خیشتن را محدود و محصور کردند و دست کشیدن از این نظام اعتقادی که زندگی در سایه این کمبودها نصیب و قسمت و سرنوشت آنهاست درهای خیر و برکت و فزونی و نعمت را بر روی آنها خواهد گشود زندگی در فقر و کم بود ممکن است برای گروهی از مردم آسانتر باشد زیرا مستلزم مبارزه و تلاش کمتری است و چالش های کمتری را در سر راه انسان قرار می دهد. و به این جهت است که آنها در برابر نیل به نعمت و برکت مقاومت می کنند و از آن گریزند. کسانی که ارباب نعمت و برکت هستند می دانند که آنچه می خواهند هم به میزان کافی در اختیار دارند و هم به آن نائل آمدند و از وضع خود خشنود هستند این گونه افراد دیگر برای جمعآوری و انباشتن هرس نمیزنند و تقلا نمی کنند و برای رضایت خاطر از خیشتن و رسالت خود در زندگی نیازی به این در و آن در زدن ندارند اما بدون این گونه تقلا بسیاری از افراد به غلط احساس بیهودگی و سردرگمی می کند. بسیاری از مردم ترجیح می دهند که احساس ترحم دیگران را جلب کنند و از دیگران محبت و دلسوزی گدایی کنند و دائم شکایت می کنند که مورد ستم واقع شدند و سر آنها کلا رفته است و یا آنکه تلاشگر و زحمتکش بودند ولی به جایی نرسیدند اما چون تعداد این گونه افراد زیاد است ممکن است از این طریق نان خود را آجر کنند و زندگی شیرین خود را تلف کنند بدون اینکه به پایان خوبی برسند و تا زمانی که خود را مظلوم جلوه می دهند و خواهان جلب حس ترحم هم و همدردی از دیگران هستند کوچکترین بختی برای پیروزی بر احساس فقر و کمبود خود ندارند و همین خلق و خوی آه و ناله کردن و مظلوم نمایی آنها را از نعمت و خیر و برکت و فزونی به دور نگاه می دارد. عبارت و جهتگیری من لیاقت آن را ندارم بسیاری از مردم را در منجلاب فقر و کمبود به دام می اندازد و متوقف می کند. نمایشنامه زندگی این مردم مبنی بر احساس کم بود و فقر و مزلت است و معمولا این خوی آنها مقیاس و شاخص اندازگیری فقدان احترام آنان از برای نفس خیش است. آنها خود را قانع می کنند که شایستگی وفور و برکت و نعمتی را که جهان تدارک دیده است ندارند. یک نظام اعتقادی که بر اساس من بیچاره پای شد با آنها خط می دهند که تمامی نیروهای حیاتی و ذهنی خود را بر کمبودها و کاستیها و هر آنچه ندارند متمرکز سازند آنها خود را قانع می کنند که در خور چیزی بیشتر و زندگی بهتری نیستند ادی آنچنان در فقر و کم بود پرورش یافتند و طوری به آن خو گرفتند و با آن راحت هستند که اگر وفور و برکت به آنها رویاورد نمی نمیدانند چگونه با آن برخورد نمایند و در سایه نعمت زندگی کنند کسانی که از زندگی برای خود زندانی ساختند و به آن عادت کردند برایشان سخت است که به دنیای فراسوی این زندان بیاندیشند و پای خود را از دیوارهای آن فراتر نهند اگر نیازهای اولیه آنها به میزان حداقل تامین شود نگران چیز دیگری نیستند و از پیچ و خمهایی که به همراهی زندگی در سایه نعمت و برکت است میپرهیزند و میگریزند و جربزه درگیری با معضلاتی را که لازمی یک زندگی با برکت است را ندارند و هرچه بیشتر ذهن خود را در محدوده کمبودها و کاستی ها نگاه دارند دلیل محکمتر و بارستری برای پرهیز از ایجاد تغییر و تحول در خیشتن خواهند داشت. چند نظریه برای آوردن وفور نعمت و برکت به زندگی خیشتن مقدم بر همه به خاطر بسپارید که منظور از وفور نعمت و برکت جمعآوری و تملک مقدار زیادی از اشیا و کالاها نیست بلکه مقصود این است که نگرش مثبتی به زندگی بیاندازیم و بدانیم هر آنچه برای یک نیکبختی کامل لازم است داریم بیاموزیم و بتوانیم که دم را غنیمت شماریم و هر لحظه از زندگی را جشن بگیریم و غرق در سرور و شادی سازیم بدانیم که نیاز به چیز دیگری نداریم و هر آنچه را نیاز داریم برای ما آماده خواهد شد مشروط بر آنکه ذهن خود را بر آن متمرکز کنیم باید بدانید که کمی و کاستی عبارت از, از یک سلسله اعتقادات و اعمالی است که بیشتر توجه و تایید را بر کمبودها میگذارد و نه بر آنچه میخواهیم زیلا چند دستور ارائه می شود تا با احساس کمبود در زندگی مبارزه کنید و ذهنی را که تنها به کاستی ها توجه دارد شفا دهید. این دستورها در زندگی من و هر فرد خوشبخت و موفق دیگری که در زندگی ملاقات کرده ام موثر بوده است. علیه هیچ چیز نباشید. سعی کنید منظور خود و آنچه را خواهید یا نمی خواهید به نحوی مثبت بیان کنید و نه به شیوه منفی. مثلا در عوض مبارزه با چاقی یا لاغر کردن خود و یا از دست دادن اضافه وزن تصویر ذهنی آنچه را که می خواهید باشید ایجاد کنید و یا در عوض سعی برای ترک سیگار خود را یک انسان آزاد از دود مجسم کنید در شهر ماوی اعلانی در یک مغازه دیدم که این نکته را به نحو حسن بیان می کرد و به مشتریان می گفت لطفا از سیگار و نوشیدنی خود در خارج از مغازه لذت ببرید. در عوض گفتن استعمال دخانیات و نوشیدن نوشابه در داخل مغازه ممنوع است. تاکید بر آنچه دوست دارید بکنید و نه بر آنچه دوست ندارید و یا بر کاستی های خود. سعی کنید که از بابت آنچه هستید و آنچه دارید سپاسگزار باشید حتی اگر به آنچه دارید قانع نیستید و بیشتر میخواهید و یا خویشتن را به آن صورتی که هستید دوست ندارید باز هم شاکر باشید شکرگزاری طمع و افسون خواهی را از بین میبرد و افکار شما را بر نعمت و برکت متمرکز می کند. هنگامی که ما شاکر و راضی هستیم به نظر می رسد که نعمت بیشتری به ما روی می آورد. یعنی شکر نعمت نعمتت افسون کند و جهان با ما سخی تر می شود. هرچه نیاز خود را به افسون طلبی کمتر کنیم برکت بیشتری به ما روی می آورد. توضیح مترجم قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را. پایان توضیح مترجم هر روز بر خود تعمل کنید که ذهن خود را بیشتر در چه راهی به کار می گیرید. چه مقدار از نیروهای ذهنی خود را بر کمی ها و کاستی ها متمرکز می کنید. چه مقدار از وقت شما در آرزوی بیشتر داشتن صرف می شود و یا در غم و غصه خوردن برای روند امور تلف می گردد. با خود صداقت داشته باشید ممکن است با کمال شگفتی کشف کنید که مدت طولانی از زمان بیداری شما در این نوع تفکر به هدر میرود اگر اینطور است سعی کافی برای انصراف ذهن خود از این نوع تفکر برای مدت زمان معین در هر روز نمایید ذهن خود را به آن چیزهای متمرکز نمایید که واقعا خواهید در زندگی خیش گسترش دهید و این جهتگیری در زندگی شما عادت می شود. برای این تغییر جهت در ذهن باید ابتدا آگاه شوید چه مقدار از تفکر و زندگی شما صرف آن چیزی می شود که در تای قلب مایل به رشد آن نیستید. همین اصل را در معاشرت به کار ببرید. اغلب اوقات آنچه موجب تیرگی روابط اجتماعی می شود و مسئله می این است که طرف ذهن خود را بر معایب و کاستی های دیگری متمرکز می کند. اگر نسبت به شخصی که عشق می برزید خشمگین هستید ذهن خود را بر صفتی از معشوق که دوست است و صمیم قلب می پسندید متمرکز کنید و بگذارید طرف مربوط همان چیزی باشد که شما دوست دارید و نیست گاهی اوقات چیزی باشد که برای شما قابل قبول نیست هنگامی که ذهن خود را بر صفتی در طرف متمرکز می کنید که می پسندید آن صفت در نظر شما بزرگ می شود و بر روابط شما اثر خوب می گذارد. همین پدیده در مورد روابط با کودکان درست است همیشه مچ آنها را به هنگام انجام کار غلط نگیرید گاهی به آنها در حال انجام کارهای درست توجه کنید و تحسین و تشویق نمایید خود را نسبت به خیشتن متعهد کنید آنچه را به آن عشق میورزید انجام دهید و نیز به آنچه انجام می دهید عشق اثر از سر این سیاست برای برخورداری از وفور و نعمت و برکت و درک و تجربه آن بی اندازه و غیر قابل توصیف است اگر مثلا در تای قلب احساس کنید که باید شغل دیگری انتخاب کنید یا به محل دیگری نقل مکان کنید و یا تحول دیگری در زندگی ایجاد کنید دیر یا زود این کار را انجام دهید این تنها راهی است که می توانید نسبت به خود استوار و با اعتبار باشید اگر در پیشگاه خود از اعتبار برخوردار نباشید غیر ممکن است بتوانید وفور و برکت را جایگزین کمی و کاستی بکنید اگر آغاز به انجام کاری کنید که به آن عشق میورزید و نیز به آن انجام می دهید عشق ارائه دهید خواهید دید که درهای نعمت به سوی شما باز می شود و آن سیمایی از زندگی بر شما آشکار می گردد که در خواب هم نمی دیدید. اگر برای تغییر شغل، محل سکونت، مشغولیت و سرگرمی های خود آمادگی ندارید افکار خود را نسبت به آنچه دوست ندارید تغییر دهید در جستجوی جنبه های لذت بخش در آنچه برای شما فراهم است باشید و از بابت داشتن جسم فکر و روحی خود برای انجام کاری خلاق شکر گذار باشید نعمت و برکت هنگامی به ما روی می آبرد که به آنچه انجام می دهیم عشق بورزیم هر آنچه در زندگی نصیب شما می شود با خود بگویید که شایستگی دریافت آن را دارم اینکه انسان آن چیزی را که دارد حق خود تلقی کند و خیشتن را شایسته آن بداند کاملا درست و بجاست اما هنگامی که خود را شایسته آنچه دارید میدانید که نفس برخوردار از نعمت را عزیز و محترم و مهم بدارید و بر احترام و ارزشمندی نفس خود اعتقاد داشته باشید وفور نعمت و برکت بستگی به احساس شما از خیشتن دارد اگر احساس می کنید که به قدر کافی ارزنده و مهم هستید که چیزی را بخواهید و به میزان کافی با خدا و مقدس هستید که آن را دریافت کنید در این صورت آنچه می خواهید به شما اعطا خواهد شد و کامیابی پاداش شما خواهد بود. از سوی دیگر اگر خود را موجودی به ارزش پندارید تقریبا محال است نعمت و برکت خداوند به سوی شما رو بیاورد ببینید که درخت چگونه آغوش خود را به سوی استعدادهای شکوهمند خود باز می کند و به سوی آنها می رود و همیشه در پی نور خورشید روان و در حال رشد کردن و شکوفه دادن است آیا شما تا کنون به درختی گفته اید تو باید به واسطه داشتن خزه بر روی پوست خود شرم داشته باشی و یا از بابت اینکه شاخه هایت کج و موج است احساس گناه بکنی البته که نه یک گیاه به انرژی حیات اجازه می دهد که در درون او جریان یابد شما هم در ذهن خود می توانید همانند یک گیاه طبیعی رفتار کنید من همیشه با به یاد آوردن این جمله از لاوتسه خودم را از این نکته آگاه و خوشیار نگاه میدارم. او در هزاران سال قبل گفت گلوله های برف برای سفید کردن خود نیاز به استهمام ندارند به همین نفع شما برای آنکه خودتان باشید نیاز به انجام هیچ کاری ندارید با نرمی و محبت خود را قانع کنید که صاحب و مالک هیچ چیز نمی توانید باشید هیچ چیز ارث پدر شما و ملک قطعی و حتمی شما نیست پذیرش این اصل در عین اینکه در تلاش برای بهبود وضع مالی نگران گذاری های خیش و کسم درآمد بیشتر هستید بسیار ارزشمند است و در واقع یک اصل کلی جهان است که شما جزئی از آن هستید اگر در راه زندگی انسانی بیدار و هوشیار هستید باید رهایی یابید و خود را آزاد و خلاص کنید اگر فردی هستید که زندگی را در خوف و وحشت از نداشتن فلان و فلان سپری می کنید و از این بابت کلافه هستید و احساس ناکامی می کنید باید ترمزها را شل کنید بیاسایید و کار را آسان بگیرید و به یاد داشته باشید که هر آنچه دارید تنها برای مدت کوتاهی در دسترس شما و قابل استفاده شماست و در هر لحظه تنها به جزئی از آنچه انباشته می کنید دسترسی دارید توضیح مترجم منصور نویسنده این است که اگر هزار دست لباس هم داشته باشید در هر لحظه تنها یک دست آن را می توانید به تن کنید و یا در هر وعده بیش از چند صد گرم غذا نمی توانید بخورید و لذا آنچه را واقعا لازم دارید همانی است که مصرف می کنید پایان توضیح مترجم و هنگامی که بیدار و هوشیار میشوید و بینشی صاف و روشن مییابید خواهید فهمید که گرایش و وابستگی به هر چیز چقدر از عقل و خرد به دور است. استفاده از عبارات تأکیدی را جزئی از زندگی روزمره خود کنید. از هر فن و شیوهی برای جذب وفور و برکت به زندگی خیش استفاده کنید. عبارات تأکیدی را بنویسید و بر در و دیوار داخل اتومبیل و بدنه یخچال خود بیافیسید و در معرض دید خود قرار دهید. عبارات تأکیدی مثبت شما را یاری می دهند که به افکار خود شکل دهید و آنها را حول و حوش خواسته خود متمرکز کنید و خود را با افکار خیشتن به نحوی استوار همسو نمایید. اعتقادات شما باید مرتبا مورد تاکید و تایید و تصدیق قرار گیرند تا در عالم برون و در جهان مادی تحقق یابند هر زمان که دچار این وسوسه میشوید که دست خود را بسته دارید و کم بدهید عکس آن رفتار کنید و دست دل خود را بیشتر باز کنید و بیشتر ببخشید هر زمان که به عادت قدیمی خود باز می گردید و خصت بر شما غلبه می کند بر همان لحظه و همان نقطه توقف و تعمل کنید و مچ خود را بگیرید و لحظه فکر کنید و اندیشه نوینی برگزینید خواهید دید که هر آنچه را با یک دست می دهید چگونه چند برابر دیگر با همان دست می گیرید و از این برکت در بخشیدن در شگفت خواهید شد لازم به تذکر نیست که چگونه علاوه بر این در درون خود خوشنود و راضی خواهید شد و آرامش وجدان میابید زیرا سخاوت خود را به شخص دیگری گسترش دادید اگر ذره بیشتر بدهید احساس بهتری میابید که پاداش روانی بخشیدن است وفور نعمت و برکت یک اصل جهانی است که بسیاری از ما به واسطه برداشت و تفسیر غلطی که از آن داریم نمیتوانیم آن را تجربه کنیم زیرا تصور میکنیم وفور نعمت و برکت به معنی جمع آوری انباشتن و اندوختن و نیز کوشش نامحدود برای هرچه بیشتر کردن آن است اما وفور نعمت و برکت عبارت است از درک و فهم این معنی که جهان ما ازدی، ابدی جاویدان و بی پایان است و این یک دیدگاه متفاوت از برداشت سنتی از برکت است من همواره عاشق این داستان کوچکی که در زیر ذکر می شود و به شیوه زیبا مطالب این فصل را می رساند بودم ماهی کوچکی در اقیانوس به ماهی دیگری گفت ببخشید آقا شما از من بزرگتر و با تجربه تر هستین و احتمالا میتونین به من کمک کنین تا چیزی رو که مدتها در همه جا در جستجوی اون بوده و نیافتم پیدا کنم یعنی اقیانوس را ممکن است به من بگین اقیانوس کجاست؟ ماهی بزرگتر پاسخ داد اقیانوس جاست که شما همکنون در آن شنا میکنید ماهی کوچک پاسخ داد نه اینکه من در اون شنا میکنم آب نه اقیانوس من به دنبال یافتن اقیانوسی هستم نه آب و با سرخوردگی دور شد توضیح مترجم مصداق این شعر از حافظ است سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. پایان توضیح مترجم همه ما هم مانند آن ماهی کوچولوی قافل در نعمت و برکت نامتناهی غرق هستیم و قوطه میخوریم و مجبور نیستیم برای یافتن آن کوشش کنیم و به هر دری بزنیم هرچقدر این ماهی کوچک شنا کند باز هم در اقیانوس خواهد بود و کم نخواهد آورد جهان ما هم به همان وفوری که اقیانوس برای ماهی فراهم کرده در اختیار ما قرار دارد. تصمیم بگیرید که هر روز از زندگی خود را چگونه می خواهید به سر بیاورید. نعمت و برکت در همه جا و همه وقت در انتظار شماست و از در و دیوار بر شما می بارد. فقط کافیست آن را بخواهید. این نعمت و برکت چیزی نیست که تنها برای گروه معدودی از افراد خوشبخت فراهم باشد بلکه جزئی از همه بشریت است و برای شما نیز آماده و فراهم است تنها کافی است همین از سائه خود را به آن متصل کنید پیرامون هر چه فکر بکنید برای شما گسترش و فزونی مییابد و بر طبق آن افکار عمل خواهید کرد. فصل پنجم رهایش. ممکن است تصور کنید که در هر سرزمینی که وفور نعمت حاکم است و برکت فراوان گسترده، مردم از رضایت خاطر و نیکبختی ابدی برخوردار هستند. در بد و امر به نظر می رسد که ما مردم غرب که در وفور نعمت زیست می کنیم الزامن باید خوشبخت ترین مردم جهان باشیم. بهره برداری از بخش زیادی از منابع طبیعی دنیا اختصاص به ما دارد ما از بالاترین استاندارد زندگی در جهان برخورداریم یخچال تلویزیون و اتومبیل به تعداد زیاد در اختیار داریم چیزهایی از این قبیل را که از ضروریات زندگی تلقی می کنیم برای 90 درصد از مردم جهان کالاهای لوکس و اشرافی به شمار میآیند در نظر بیشتر جمعیت کره زمین ما آنچنان ثروتمند هستیم که تصور آن حتی در رویای آنها هم نمی‌گنجد و با وجود تمامی این وفور نعمت بحری از نیکبختی و رضایت خاطر و شادی و لذت زندگی نداریم عیب کار کجاست به نظر می رسد که هرچه مادی تر می شویم به همان اندازه از لحاظ انسانی غیرقابل اعتماد تر می گردیم. و هرچه بیشتر داشته باشیم کمتر استعداد تمرکز بر ارزش های اساسی انسانی و تبادل آنها را داریم. و در عوض چشمان خود را به صندوق اموال و دارایی های خود و دیگران می دوزیم. هنگامی که دست ما از مال دنیا کوتاه هست مجبور به نگاه چشم در چشم هستیم و توجه به جنبه های انسانی یکدیگر داریم و مادیاتی در بین نیست تا نگاه خیره ما را از این مسیر منحرف و پریشان سازد اما به محض آغاز به انباشتن پول و جمعآوری مال چشمان ما از هویت انسانی یکدیگر منحرف می شود و در نتیجه در مادی ترین جوامع بشر در طول تاریخ بیشترین میزان از تنهایی و نومیدی به چشم می خورد. با دور شدن از روابط انسانی یکی از آشفته ترین فرهنگ های جهان در تاریخ بشریت را ایجاد کرده ایم. به نظر می رسد که تنهایی و هرج و مرج فراورده طبیعی یک جامعه زیاده از حد مادی است. مهمترین سوالاتی که در رابطه با موضع شما در جامعه مطرح هستند از این قرارند. چگونه می توانم خوشبخت راضی بینیاز دوستدار و دوست داشتنی باشم و در این حال در یک جامعه مادی که تار آن بر اساس ارزش های مادی گذاشته شده زندگی کنم آیا می توانم در جامعه ای که غرق در آزمندی طمع و مالندوزی است با شادی و خوشنودی سر کنم و آیا این امری ممکن است چگونه می توانم زندگی روزانه خود را در سایه عشق و محبت و هماهنگی و همدلی به سر آورم و برخوردار از موفقیت باشم در حالی که اطرافیان من برای انباشتن ثروت بیشتر و جمعآوری مال دنیا در آشوب و آشفتگی قوطه می خورند و تنهایی ابدی را برای خود میخرند. من معتقدم که پاسخ این سوالات را میتوان در معنی رهایش جستجو کرد. رهایش یک قانون نوشته نشده کائنات است که همیشه بر همه امور حاکم و ناظر است و تنها مسئله ای که باقی میماند این است که آیا شما میخواهید با آن اتصال و ارتباط پیدا کنید یا نه؟ و آیا میخواهید آن را در زندگی خود مؤثر و فعال کنید یا نه؟ در جامعه بسیار مادی ما رهایش اصلی است که به آسانی به وسیله کسانی که در پی کسب و اندوختن موفقیت های بیشتر هستند مردود شمرده می شود. و چیزی است که چون علیه اعتقادات و های دیرینه آنهاست با آن مخالفت میورزند لطفاً توجه کنید من نمیگویم که جمعآوری ثروت و دارایی در نفس خود امری شرارت بار است ثروتمند شدن پس از فقر و نداری در اوایل عمر یک نعمت بزرگ است که از سوی خداوند اعطا می شود و لذتی است ناشی از ثمره و دسترنج انسان از طریق کار شرافتمندانه این یک احساس خوشنود کننده است که رضایت خاطر به همراه دارد من به پیشرفت خودم افتخار می کنم و از بابت ثروتی که اندوختم و به واسطه آن می هر آنچه می خواهم بخرم شرمگین و سرفکنده نیستم زیرا آن را ثمره کار و کوشش خیش می دانم. رهایش به معنی نفی خوشنودی از نعمت و برکتهای مادی نیست و بلعکس رهایش در عوض آتش زدن به دارایی خیشتن ثروت بیشتری به سوی شما روانه می کند. اما اگر قفلت کنید به سهولت ممکن است خود را از ثروت خیش بی بهره کنید و این نکته است که باید در مقابل آن هوشیار باشید فهم معنی رهایش در این کتاب من مکرر به دوگانگی که در وجود ماست یعنی جسم و روان اشاره کردم بخش بزرگی از وجود ما بدون جسم و غیر است که تفکر جنبه های معنوی و زمیر عالی تر ما را در بر می گیرد. تفکر یک بود اساسی در زندگی ماست که عملا زندگی و ابعاد معنوی و زمیر عالیتر ما در آن جای دارد اما همه وابستگی های ما از طریق جسم ماست کلمه وابستگی را از این نظر به کار میبرم تا ارتباط و اتصال و گرایش و چسبیدن خود را به چیزی در بیرون از خیشتن توصیف کنم و یا هدف زندگی را در اشیا یا اشخاص در جهان برون جستجو نمایم. پس وابستگی به مفهوم چیزی در جهان مادی و دارای هویت مادی است که اهمیت و معنی زیادی برای آن قائلیم و به لحاظ احساساتی به آن گرایش داریم. مثلا تصور می کنیم که یا حتما باید آن را داشته باشیم و یا در غیر این صورت جزء بسیار مهمی از آدمیت ما ناقص خواهد شد اما به یاد داشته باشید که جوهر هستی ما در افکار ماست و در افکار وابستگی وجود ندارد در جسم رویابین وابستگی به افکار ممکن است اما در لحظه که بیدار می شویم در می که اشیا و مردمانی که به آنها وابسته هستیم وهم و خیال بیش نبودند و شما خیشتن خود را به چیزی وابسته کرده اید که خود آن را خلق کرده اید هنگامی که به واقع هوشیار و رستگار می شوید به خوبی به بی اهمیتی وابستگی خود به چیزهای مختلف آگاه می گردید. تصور کنید که پس از رفتن از جهان یعنی مرگ به عقب می نگرید و به همه وابستگی های خود چشم می دوزید و می بینید که چقدر بی اهمیت به نظر خواهند رسید. اصل رهایش را هم از همین دیدگاه رویت کنید. خود را از نیاز به وابسته کردن خیشتن به اشیا و مردمان برهانید. در واقع شما نمی توانید صاحب هیچ کس یا هیچ چیز باشید. هر وابستگی مانعی است برای زندگی در سطح هوشیارانه تر و عالی تر. و از سوی دیگر وابستگی که عکس رهایش است باعث کاهش نیکبختی و موفقیت است هرچه بیشتر بتوانید از مردم و از اشیا دست بکشید و آزاد شوید با مشکلات کمتری در زندگی دست به گریبان هستید توان رهایش از همه مردم و اشیا و قطع وابستگی به آنها و در عین حال جزئی از پیکر جامعه بشریت بودن یکی از بزرگترین حقایق به ظاهر متناقض در اطلاع نفس و بینش عرفانی است در این مرحله از زندگی خیشتن از صمیم قلب احساس می کنم که از طریق وحدت وجود به همه بشریت متصل و با آنها یکی هستم و در این حال می دانم که دیگر به آن وابسته نیستم یعنی مجبور به چسبیدن به افراد و اشیا برای احساس کمال یافتگی و تشخص نیستم. و نه نیاز به گردآوری اشیا برای احساس بزرگی و تمامیت دارم به هر آنچه دارم ارزش می نهم و وجود آن را رحمت و برکت می شمارم رهایش به معنی فقر و نداری نیست بلکه یک شیوه تفکر است که ما را از قید و بند رها و آزاد می سازد تا بتوانیم در, در, جهت روند طبیعی زندگی و همراه با آن حرکت کنیم و همسو با جریان آن جاری شویم درست همانند همه مواهب الهی دیگر که به ما اعطا شده است رهایش پدیده ای است که در ابعاد روحی و غیر جسمانی ما تحقق می‌یابد و نوعی فرایند تسکیه است که ما را به سوی آزادی از جسم خاکی و عالم مادی هدایت می‌کند و بیشتر متوجه جنبه های روحانی زندگی است و به معنی رها شدن از بردگی و وابستگی به مایملک و دارایی های خیشتن و هر آنچه به صورت زر و زیور گردآوری کرده ایم می باشد. و به مفهوم زندگی در سایه آزادگی و بینیازی از کشمکش های جهان مادی است. در کل رهایش نقطه مقابل گرایش است و به معنی سیر و سیاحت در جهت روند طبیعت و همسویی با جریان آن و نوعی تسلیم و رضا و احترام به جریان طبیعی کائنات و بازتابی از کمال آن است رضا و تسلیم به عنوان راهی به سوی رهایش هرچه بیشتر به مردم و اشیا و عقاید و احساسهای من وابسته باشیم کمتر می توانیم این پدیده را که اعتبار شخصیت نامیده می شود درک کنیم. دست خود را به داخل جوی آب ببرید و سعی در مشت کردن و فشردن آب کنید و ببینید که چقدر سریع آب از دست شما می گریزد. و دستتان از آن توهی می شود. حال دست خود را در جهت جریان آب رها سازید. خواهید دید که هر اندازه بخواهید می توانید آب را احساس کنید. این اصل رهایش و تسلیم است. یعنی آنکه بگذاریم امور و اشیا سیر طبیعی خود را در مسیر کائنات داشته باشند. آری همه چیز در کائنات یعنی همه چیز انرژی است از جمله خود شما انرژی باید جریان یابد تا حد اکثر بازدهی و حسن اثر را داشته باشد تسلیم به جریان طبیعی و احترام به آن راه درست در نظام جهان است هوا بدون هیچ مانع در اطراف زمین جریان می‌یابد آب در جهان در مسیری جریان مییابد که کمترین مقاومت را داشته باشد کره زمین در مسیر و حول محور خود بدون برخورد با چیزی میچرخد و همه اجرام کیهانی هم به همین شیوه عمل می کنند. گفت که همه جهان یک نظام بزرگ تشکیل یافته از انرژی است که به هر سو جاری می انان و مهار آن در خود اوست و هدایت و کنترل این جریان در نفس کائنات ادغام است بدون هیچ قید و شرط با تمامی اجزای خود هماهنگ است و فارغ از هر گونه گرایش به اینکه روند امور چگونه و در چه جهت باید باشد به خاطر بسپارید که انسان خود نیست عبارت است از, از یک نظام انرژی و همه ما جزی از نیروی حیات هستیم که سرود واحد نام دارد و چون مدل انرژی همیشه در این جهت است که بدون مانع جاری شود تنها استدلال درست این است که اگر بخواهیم نقش تمام و کمال ایفا کنیم باید فارغ از وابستگی ها و بدون مانع جریان یابیم هرچه موانع کمتری بر سر راه جریان انرژی باشد بهتر و مؤثرتر و هماهنگتر در کل نظام انرژی که کائنات نامیده می شود می گنجیم. وابستگی ها و گرایش هایی که به ما فرمان می دهند که دارایی بیشتری داشته باشیم اشیای بیشتری گردآوری کنیم و تسلط بیشتری بر افراد بیابیم مانع والایش انسان به آگاهی بالاتر زندگی هوشیارانه تر و نفس متعالی تر و رستگاری است رهایش یکی از بزرگترین درس های زندگی به سوی روشنبینی، تنویر فکر و بینش عرفانی است جسم شما چگونه نقش خیش را در کائنات ایفا می کند شما یک نظام انرژی کامل و بسیار عالی و زیبا هستید شما برنامه ریز و عامل آنچه جسم شما باید بکند تا به زندگی شما استمرار بخشد نیستید این دستگاه آفرینش خداوند است که این وظیفه را انجام می دهد شما وابسته به اعمالی که جسم شما در هر لحظه انجام می دهد نیستید شما سعی در این نمی کنید که کل نظام زیستی بدن خود را به کار اندازید. جسم شما بدون دریافت هیچ گونه دستوری از سوی شما به طور کامل عمل می کند. در واقع اگر سعی در هدایت عملکرد بدن خود در جهت خاصی نمایید خود بدل به یک مانع بر سر راه عملکرد کامل و سازمان یافته آن می شوید. مثلا فرض کنید که مشغول خوردن کاهو هستید و پس از جویدن آن را فرو می دهید. به کارهایی که شما و این یک لغم کاهو باید انجام دهد تا شما را تغذیه کند توجه کنید. بزاغ دهان به طور خودکار وارد دهان می شود تا عمل جویدن را آسان کند. شما موجب ترشوی این بزاق نمی شوید و این عمل خود به خود انجام می گیرد. هنگامی که عضلات برای فرو بردن لقمه به حرکت در میآیند شما فعالانه آغازگر این حرکت نیستید و خود به خود و بدون دخالت شما انجام می گیرد و همینطور شما این لغمه کاهو را به جریان خون خود منتقل نمی کنید بلکه این سلسله مراحل عمل گوارش است که دقیقا تعیین می کند که این کاهو چگونه و به کجا باید هدایت شود و چگونه باید به مواد قابل استفاده و به میزان لازم و قابل جذب برای بدن تغییر و تحول یابد مواد غذایی سودمندی که از کاهو برای ورود به لوزالمعده لازم است هیچگاه اشتباه هم به شست پای شما نمی رود. شما مجبور به انجام کوچکترین عمل و دخالتی در دستگاه گوارش خیشتن برای هدایت عمل کرده آن نیستید و پس از آنکه لغمه کاهو را جویدید و فرو دادید دیگر هیچ کاری و یا وابستگی به آن ندارید حرکت کاهو در دستگاه گوارشی شما نیازی به توجه و تمرکز شما ندارد هیچ نیازی به نظارت یا محاوره با دستگاه تنفسی گوارشی و یا دفع خود ندارید همه آنها به سهولت و آسانی بدون دخالت شما عمل می کنند به روشی مشابه قلب شما در روز هزاران بار می تپد شما هرگز برای ضربان قلب خود کوشش نمی کنید و عملی برای حرکت دادن آن انجام نمی دهید این خود قلب است که به طور خودکار وظیفه خود را منظم و به بهترین وجه انجام می دهد اعمال فراوانی در هر لحظه از زندگی شما رخ می دهد که هیچ دخالتی در انجام آن ندارید. همه این اعمال به طور کامل و بدون عیب و نقص انجام می گیرند. زیرا با اصول عالیه کائنات هماهنگی و همسویی دارند. هیچ نیازی به دخالت شما در این جریان طبیعی نیست و ای بسا محتمل است که دخالت شما جریان عملی طبیعی آنها را مختل کند و این درست اهمیت عمل خود شما در مقام یک نظام در میان نظام جهان و در نهایت در نظام عالیه و بزرگ کائنات است. انرژی به همان روشی که شایسته و لازم است جریان می‌یابد. غذا به همان طریقی که مقرر گردیده وارد می‌شود. در کل همه چیز به نفع مختزی و بدون عیب و نقص انجام می‌پذیرد. تنها اثر دخالت شما مختل کردن این مسیر طبیعی و وارد آوردن صدمه به تمامیت و کمال شماست. حال از شما می خواهم که نگاه خود را از میکروسکوپ منحرف کرده از طریق تلسکوپ به سوی تصویر بزرگ جهان بنگرید. کائنات یک نظام از نظام هایی است که بسیار شبیه نظام کامل و بدون عیب و نقصی است که در انسان عمل می نماید. آن هم به همین شیوه بر طبق اصول متعددی عمل می کند که خارج از هیته کنترل و مستقل از عقیده ما درباره آنهاست. و حتی اگر نتوانیم آنها را فهم و درک کنیم کار خود را می کنند و مهمتر از آن هنگامی به بهترین طریقه ممکن عمل می نمایند که در کار آنها دخالتی نکنیم و بگذاریم انرژی بدون مانع جریان یابد و این بسیار قابل مقایسه با عمل بلع کاهو که خود انرژی است می باشد. کاهو راه خود را در دستگاه گوارش طی می کند و مقدار مواد غذایی لازم را در محل مختصی ارائه می دهد. شما هم مانند کاهو وظیفه خود را بدون عیب و نقص و کامل ایفا می کنید. این همان هوشمندی است که نیروی خداوند یا روح بزرگ و یا هر اسم دیگر که می توان به آن داد نامیده می شود. این روح در همه جسم هاست و بدون هیچ گرایش وابستگی و یا تداخل با نظم و هماهنگی کامل عمل می کند. چه جهش بزرگی چند لحظه قبل شما نظامی بودید که کاهو جزئی از آن بود. حال خود را کاهوی بزرگی تصور کنید و تشبیه کنید که این کاهویی که شما هستید خود جزئی است از تصویر بزرگتری که جهان نام دارد و شما به صورت این کاهو جزئی ای از نظام کائنات هستید شما هم قطعه بزرگی از انرژی هستید که در نظام جهان به طور کامل و بدون نقص به سوی بی نهایت جریان دارد. شما هم می توانید درست به همان نحوی رفتار کنید که برای آن آفریده شده اید. مشروط بر اینکه در نقش طبیعی خود در این نظام کامل و بدون نقص جهان دخل و تصرف نکنید. مجبور نیستید که سعی در ایفای نقش خود کنید و تصمیم بگیرید که نقش شما چه باید باشد و برای یافتن آن تفکر کنید شما باید مانند همان کاهو باشید و بگذارید همه چیز به نحو احسن نقش خود را ایفا کند و در مسیر طبیعی خود پیش رود باید بدانید که هر نوع گرایش و تعیین تکلیف برای روند امور و اینکه هر چیز چگونه باید باشد به نحوی دخل و تصرف در نقش کامل و بدون عیب خود در درون نظام بزرگ کائنات است. باید بدانید به هر نوع تعلق خاطر و یا احساس مالکیت و وابستگی که دوچار میشوید همان سوی اثر را بر عملکرد کامل و بدون نقص این نظام جریان انرژی دارد و درست مانند این است که آن قطعه کاهو یک بسته اضافی با خود بر می داشت تا در طول دستگاه گوارش شما آن را با خود همراه داشته باشد همه شما می دانید اگر آن قطعه کاهو ناگهان تصمیم می گرفت که لازم از عملیات اضافه دیگر برای تکمیل عمل کرده خود بکند چون این اعمال اضافی نه تنها بر خود کاهو یا مده شما بلکه بر زندگی شما در کل اثر بدی به جای می گذاشت. بسیار روشن است که ما موجودی بسیار پیچیده تر از یک قطعه کاهو هستیم. اما این تشبیه در درک و فهم این نکته به ما کمک می کند که بدانیم اصول و قوانین کلی کائنات بدون تداخل و کمک به خوبی عمل می کنند. هنگامی که اصل رهایش را در زندگی روزمره خود به کار می بندید، کشف خواهید کرد که آزادانه زندگی می کنید و همسو و همراه و همگام با همان نظام انرژی که کائنات نام دارد قدم بر می دارید. و حتی مهمتر از آن کشف خواهید کرد که انرژی کل کائنات را آزاد می‌گذارید که از طریق شما بدون مانع جریان یابد. هرچه بیشتر بتوانید بدون وابستگی، گرایش و چسبیدن به چیزی جریان یابید، زندگی شما شادتر خواهد بود و خوشنودی خاطر بیشتری خواهید داشت. و علاوه بر آن، به جای آنچه قبلا با حرس و تمه بی بیپایان در پی تملک آن بودید و هرچه از آن به دست می آوردید سیر نمی شدید، و در عوض حریستر می حال به اندازه معین و لازم برای گذران امور زندگی شما و آنهایی که مورد عشق شما هستند نازل می شود. این پدیده را با اصل وفور و برکت ترکیب کنید. سپس شاهد افزایش نعمت در زندگی خود خواهید بود و خواهید دید که تقریبا بدون آنکه کوششی بکنید نعمت خدا به شما روی می آورد. و به جریان انرژی کمک می کنید و به وسیله رها کردن چیزهایی که به آن نیاز ندارید آن را سریعتر و نیرومندتر می نمائید. و سپس شاهد بروز معجزات یکی بعد از دیگری در زندگی خود خواهید بود هرچه بیشتر بدهید بیشتر می و بیشتر دارید نظام کائنات یک نظام بدون عیب و نقص و زیباست مشروط بر آنکه بدون دخل و تصرف عمل نماید دخالت ما در کار این نظام به واسطه برخی گرایش ها و اعتقاداتی است که با آن بزرگ شده ایم و بر این باوریم که بدون این وابستگی ها و گرایش ها نمی توانیم به آسودگی زندگی کنیم چگونه آموختم که این اصل را به کار ببندم از کلاس چهارم تا هشتم بر روی صندلی خود در مدرسه می نشستم و به دختری که مورد علاقم بود می و قصه می خوردم. به نظر من او یک دختر بسیار زیبا بود و عاشق او بودم اما هرگز جرأت ابراز عشق به او را نداشتم. من و او در یک محله زندگی می کردیم و من دوست برادر او بودم. به این جهت مرتب او را می دیدم و سخت در قلب من جای داشت. اخیرا نامه از او دریافت کردم که نوشته بود بعضی از کتاب های مرا مطالعه کرده و نیز داستانی درباره من در مجله فارغ و تحصیلان دانشگاه یالتی وین خوانده است. من تصمیم گرفتم به او تلفن کنم. من او به مدت چهل دقیقه با هم صحبت کردیم به او گفتم که چگونه در جوانی عاشقش بودم و او پاسخ داد که من از عشق شما نسبت به خود آگاه بودم و من باورم نمی آمد که بعد از گذشته این همه سال این را به یاد داشته باشد در حین مکالمه تلفنی به من گفت آن صفتی از شما که بیش از همه چیز جلب توجه مرا کرد و در خاطر من نقش بست این بود که شما هرگز یک انسان مادی نبودید و حرص و طمع مالکیت و تصرف نداشتید و سخی ترین فرد در کلاس بودید من از تشخیص او در شگفت شدم که چگونه بعد از گذشته این همه سال این برجستهترین صفتی بود که به یاد داشت و انگامی که به گذشته مینگرم تشخیص او را درست میدانم من جسته و گریخته میدانستم که گرایش و وابستگی به هر چیز موجب می‌شد که عتشی سیر ناپذیر برای آن بیابیم و هرچه به دست آوریم باز هم احساس کمبود کنیم و حرس ما پایانی نداشته باشد در حالی که همه همسالان من دائما درباره خواسته های خود صحبت می کردند من اغلب بینیاز و به آنچه داشتم قانع و راضی بودم. و در عوض به دوستانم کمک می کردم که به خواسته های خود که با بیتابی در پی آن بودند برسند. هنگامی که نوجوان بودم دوستان من جوانانی شنگول و همه سر حریف و مشتی بودند و دائما درباره خواسته خود و آرزوی داشتن فلان اتومبیل زیبا و آخرین مدل اسپورت صحبت می کردند. در حالی که من به اتومبیل مدل 1950 قدیمی خود با همه زنگ زدگی بدنه و کمبودهای آن قانه و دلخوش بودم و این چیزها برای من اهمیتی نداشتند امروز هنگامی که به گذشته خود مینگرم میبینم که حتی در آن زمان هم رهایش در عوض گرایش برای من دلپذیرتر بود در خانه من لوازم گران, قیمتی که اغلب زینت بخش خانه های اشرافی است بسیار کم دیده می شود. های زیبا و گران قیمت در زندگی من جایی ندارند و فاقد اهمیت هستند. هیچ اشتهایی برای تملک اشیای گرانبها و عیانی و جمعوری آنها در خانم ندارم و آرزوی داشتن آنها اصلا در ذهن من خطور نمی کند. با وجود این توانستم همه چیزهایی را که افراد دیگر ممکن است آرزو کنند به دست بیاورم. به نظر می رسد که هرچه کمتر در پی داشتن چیزی هستم همان چیز بیشتر به زندگی من وارد می شود و در اختیار من برای استفاده شخصی و یا بخشش به دیگران وارد می شود و در این حقیقت به ظاهر متناقض یک معنی بسیار برجسته نهفته است به این مضمون که بیشتر داشتن کمتر داشتن است یا فزونی کمبود است توضیح مترجم به معنی این شعر توجه کنید از تنگی چشم فیل معلومم گشت آنان که غنی ترند محتاج ترند پایان توضیح مترجم برای من بیشتر داشتن به معنی بیمه کردن، حفاظت کردن، تمیز کردن، جلا دادن، زرق و برق انداختن، نگرانی وسوسه در دو برابر کردن و فروش آن برای کسب سود بیشتر و غیر است. البته برعکس می توانید زیبایی هر چیزی را ببینید و تحسین کنید و از آن لذت ببرید و در این حال به آن گرایش نداشته باشید و وابسته و اسیر و برده آن نباشید و این به معنی آزاد گذاشتن جریان انرژی تحسین و تقدیر و نیروی عشق برای جاری شدن به سوی زیبایی ها و بازگشت به سوی خود انسان است. اگر نمی توانید تفاوت بین لذت بردن از چیزی و وابستگی به آن را بفهمید از خود بپرسید اگر چیزی را که برای آن ارزش قائل هستم ناگهان به سرقت می رفت، یا مفخود می گردید یا ناپدید می و یا می شکست، احساس من چه بود؟ آیا غرق در احساس خشم و نگرانی می شدید؟ آیا از شدت تأثیر فلج و خرد و خمیر می شدید و قادر به انجام هیچ کاری در رابطه با خیشتن و مورد عشق خود نمی شدید؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است در این صورت شما گرایش و وابستگی دارید زیرا آنچه به آن وابسته هستید بر احساسات شما کنترل دارد و آن را زیر فرمان خود میبرد من و همسرم هر دو از صمیم قلب میدانیم که اگر هر چیزی را که داریم ناگهان مفقود شود واکنش ما چیزی مانند این خواهد بود همان جایی رفت که جایش بود یا سر جای اصلی خودش رفت یا نصیب هر کس شد حلال و مبارکش باد و این نوجهتگیری به این معنی است که ما به این چیزها وابسته نیستیم و گرایشی نداریم البته منظور من از بیان فوق این نیست که انسان باید نسبت به حفظ اموال خود بی قید و بند باشد و با بی بند و باری دارایی خود را در معرض سرقت و دزدی قرار دهید بلکه منظور این است که بنده و برده مایملک خود نشوید قادر باشید که خیشتن و مقام انسانیت خود را از بردگی اشیایی که تنها ارزش آنها آن ارزشی است که شما خود به آن نسبت میدهید رهایی بخشید اگر بتوانیم صرفا به وسیله تفکر به چیزی ارزش بدهیم متساویان و یا و به همان سهولت می توانیم خود را از این ارزش به وسیله یک جریان تفکر متفاوت برهانیم یک نمونه بارز از این مقوله هنگامی که مشغول نوشتن این کتاب بودم به پیوست. بعد از سه ساعت مصاحبه رادیویی در میامی ناگهان و بدون تصمیم قبلی از روی انگیزه آنی دعوتی را که مدتها قبل از من شده بودند پذیرفتم. خانومی به نام ماری پرونزانو که شغل او ساختن لوازم گران قیمت مربوط به صورت و چهره بود نامه های متعددی به من نوشته بود مبنی بر اینکه کتاب ها و نوارهای من کمک زیادی به او کرده است و در چند سال از من میخواست دعوت او را بپذیرم تا اعصاب صورت مرا مجانا ماساژ دهد و ترمیم کند تا به این نحو دین خود را به من ادا کرده و کمکی را که از کتابها و نوارهای من دریافت کرده بود تلافی نماید به هر دلیلی که از عالم غیب میآمد تصمیم گرفتم که در سر راه خود در میامه توقف کنم و اولین ترمیم صورت خود را انجام دهم در حین برخورد با این تجربه جدید ماری به من گفت که چند سال قبل با چندین ضربه کوچک روحی مواجه شده و با گوش دادن های مکرر به نوارهای من شفا یافته است از اینکه شخصی با گوش دادن به نوارهای من بر این ضربه های روحی پیروز شده و شفا یافته بود احساس خوبی به من دست داد او هیچ گونه علامتی از اینکه سابقه ناراحتی روانی داشته از خود بروز نداد او گفت قبل از گرفتار شدن به این ضربه های روانی همواره مقید بوده که انسانی بدون عیب و نقص باشد و برای من تشریح کرد که تفریح را بسیار دوست می داشته اما از اینکه در قید و بند کامل بودن درست بودن و بدون عیب و نقص بودن بوده چقدر رنج می کشیده؟ او شب نشینی های ترتیب داده بود که بیشتر مربوط به سالن نمایش لباس های بلند شب، جواهرات گران قیمت، غذاهای ساخته شده از بهترین مواد و توسط زبردست در این ها و میزهای چیده شده با دکوراسیون و آرایش اصیل آنچنانی بوده. به طوری که معرف همان شخصیت و سلیقه از او باشد که خواهان الغای آن بوده. او از تعریف و تحسین دیگران از بابت کیفیت ترتیب دادن این مجالس و حسن سلیقه خود خوشنود میشد و گفت حال که به گذشته مینگرد در مییابد که بخش زیادی از زندگی او در معنای ناشی از گرایش به تحسین دیگران به هدر رفته بود اما در یکی از این شبنشینی های بدون عیب و نقص واقعی رخ داد که موجب تحولی در زندگی او شده و نقطه عطفی پدید آورد یک شب در یکی از این شب ها یکی از مهمانان زن به سوی او آمد و در عوض ارائه تعارف و تملق آبدار پرتمطراق ناب که معمول آن مجلس بود گفت راستی ماری آیا تو از این همه نمایش پرزرق و برق که باید کامل و بدون نقص انجام شود خسته نیستی ماری گفت از شنیدن این حرف ناگهان بغز گلویم را فشرد و شروع به گریه کردم و سپس آن زن بازوی مرا گرفت و به سوی نیمکرد برد دستش را به دور گردن من حلقه زد و به مدت دو ساعت با من به آرامی صحبت کرد کلام او متوجه ماری واقعی بود همان ماری واقعی که در پشت این میزهای پرزرق و برق شام مخفی بود آنها پیرامون این پدیده صحبت می کردن که چقدر آسان چهره اصیل آدمی در پس اشیاء برونی مخفی شده و محو و تیره می شود و چگونه با دلبستن به جواهرات و زینتالات ظاهری در عوض نگریستن به ژرفنای چشمان و قلب انسانها آدمی تنها و منزوی می شود و نیز چگونه باید جریان انرژی انسانیت را به مسیر اصلی خود برای خدمت به دیگران هدایت کرد و از دیوارهای زندانی که از اشیا و مادیات ساخته شده گذشته و به گوهر اصیل انسانی دست یافت این گفتگو آغاز یک دوستی معتبر بین ما بود اندکی پس از این گفتگو ماری دچار بحران روحی شد و دوست جدید او کمک کرد تا بر این بحران غلبه کند هر دوی آنها با هم کتابهای مربوط به عشق و هماهنگی را مطالعه کردند ماری شروع به تدریس یک کلاس پیرامون مطالب کتابهای من در دانشکده محلی نمود او اکنون دارای چهل دانشجو در این رشته در کلاس خود تحت عنوان برخورداری از یک زندگی پرمایه بود و شمار داوطلبان به سرعتی که برایش باور نکردنی بود رو به افزایش بود او درسهای خود را در کلاس با این بحث آغاز کرد که چگونه گرایش او به تجملات و مالکیت نیروی او را برای دیدن زیباییها و لذت نهفته در روابط انسانی فلج کرده بود و چگونه یک میهمانی مجلل و بدون عیب و نقص که سمبل دیگری از وابستگی و اسارت او در گرایی بود موجب نجات او از این گرداب گردید و زندگی او را متحول کرد و کشف کرد چگونه از زندگی بهتری برخوردار شود و حتی به او کمک کرد که از ضربه ناشی از این تحول نجات یابد. اکنون ماری یکی از خوشبختترین افرادی است که من دیدم و از شخصیتی عالی و با شکوه برخوردار است او از اینکه همانند من به یک تحول روحی در خود دست یافته بود به شور و هیجان آمده بود و قلبش میتبید و میلرزید و بانگ برآورد که نمیتوانم باور کنم که شما اکنون در استادیوم من حضور دارید شما معلم روحانی من هستید به من درس زندگی داده اید کسی که صدها ساعت به نوارهای او گوش دادم همکنون در کنار من و با من است به او گفتم همانقدر که به او چیز یاد دادم به همان اندازه هم از او مطلب آموختم و معلم زندگی خیش خود اوست نه من و نه تنها صورت من پس از یک ساعت ماساژ با بخار کرم ژله و عملیات دلپذیر و عجیب دیگر احساس پرشور و هیجانی داشت بلکه قلب من هم همین حالت را یافته بود